بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اجازه بدید که این تصویر برنامه سوربی با مردم رو روی صفحه مردم تیوی هم بذاریم روی پیج فیسبوک و شما هم اگه دوست دارید با دوستانتون شیر کنید. و اما اینجا نوشته شیر یعنی در میان گذاشتن و خوشحالم که سعید هم بالاخره موفقه که از فیسبوک ما رو ببینه به جای از تلفن بشنوه. این هم از این. و اما سوربی با مردم کیا هستن؟ شما. و اگر این برنامه ها رو دوست دارید حتما حمایت کنید، چون اونهایی که دوست ندارن و دشمن هستن که حمایت نمی کنن. پس وظیفه شما ها هست. وبسایتی هم داریم به نام مردم tv.com. اون هم برنامه های گذشته به صورت پلیلیست اونجا هست، هم برنامه های زنده همین که اینجا هم می بینید. و اما طبق معمول میخواستم که سرتیتر برنامه ها رو بگم بعد درباره شون یکی یکی صحبت کنم، ولی انقدر زیادن که وقتی هم ما میگیم مشغول میشیم. و خلاصه ماجرا این که امروز درباره موضوعات زیادی صحبت خواهم کرد. اولین و مهمترین این که دلار از 4000 تومان هم بالاتر رفت و خیلی جالبه این دلار ایران. از این ورم بورس آمریکا که بدون حالا دلار ایران دلیل داره، چون هم ترکیه وضعش گویا خرابه از لحاظ اکسچنج ریت. اکسچنج ریت رو به فارسی چی میگیم؟ اون قیمت ارز و تبادل ارز و تبدیل ارز و اینها. و هم کشور یونان، هم کشور قبرس و از همه هم بدتر ایران که از دلار 7 تومانی یا بعضی ها حتی 6 تومن و 7067 ریال امروز به 40000 ریال هم بیشتر رسیده. و اما میدانم من همین چند دقیقه آینده ضبط برنامه دارم برای کانال 1. خب یه دوستی آمده بود از تمام تلویزیون ها انتقاد کرده بود و حرفای جالبی هم میزد راجع به این که اگه جنگ بشه و ایران اینجوری بشه از سوریه اینجوری و اونجوری اینا. یه دفعه زد به صحرای کربلا. این دوستان شاه اللهی درست مثل آخونده هستن، هر جا برشون کنی همون داستان کهنه و دروغین شاه و نابغه بودنش و نادونی مردم و اینها رو میگن. آخونده هم همین کار رو میکنن. امام حسین و یزید و امام حسین مظلوم بود و یزید ظالم بود و مردم رو به گریه میندازن. بهش گفتم آقا آخه شما طبق چه برنامه‌ای میگین 37 میلیون نفر احمق بودن؟ بعد خودتون خجالت نمیکشید که این 37 میلیون نفر حاصل 57 سال شاهی پادشاهی دو تا پادشاه پهلوی بوده. و امروز میایین میگین مردم آگاه شدن. خب میشه پس حاصل 39 سال حکومت آخوندا. چرا اینو میگی؟ بذارید به قول خودتون تاریخ نویسان و تاریخ نویسان که قربونشون نرم، خودشون قربون خودشون برن. تاریخ نویسان هر کی پول داد براش می نویسن. بذارید تاریخ قضاوت کنه که کی خوب بود کی بد بود. میگم آقا چرا شما میگی شاه نابغه بود؟ شاه از زمان جلوتر بود. اگه از زمان جلوتر بود میفهمید که مردم نمیفهمن نباید بره جلو. مثل که شما راهنمای یک تور مسافرتی باشید، از تور از اون مردمی که بلد نیستن جلو بیفتی بری، خب چه فایده داره؟ راهنما اونی که وقتی میره جلو گهگاهی برگرده عقب نگاه کنه بشماره ببینه همه هستن یا نه. به این میگن یک گاید خوب، یک تور راهنمای تور مسافرتی خوب. ولی چون شما تو این کوچه پس کوچه بلدی و صد بار آمدی بری جلو، بعدم بگی اینا احمق هم به من نرسیدن. نه، احمق تو هستی که اینا که به تو توکل کردن، به تو به اصطلاح چیز کردن، اطمینان کردن، ولشون کردی تو کوچه و بازار رفتی. در صورت بحث زیاده، حالا یه روز اگه ایشون جرأت صندلی داغ رو داشت با هم صحبت میکنیم. اون روز بهتون گفتم قسمت اول
برنامه ساواک رو یکی از دوستان حمایت کرده، ممنونم. یه دوست دیگه هم تماس گرفت قسمت دومش رو حمایت کرده، تا جمعه نشون میدم. اگه شما مایل باشید میتونید قسمت یک و دو رو با هم دیگه حمایت کنید، از روز جمعه این هفته تا جمعه هفته آینده با $100 با $50 اینا باشه تو تاریخ بمونه. مثلا توی این برنامه دوم ساواک آقای سعید شاهسوندی به این آقای احمد فراستی دیوانه که هنوزم فکر میکنه برای ساواک کار میکنه میگه شماها اون موقع باید مینشستید با اینایی که جوانایی که دوتا کتاب خونده بودن صحبت میکردید، میتینگ میذاشتید، اینا رو تو تلویزیون نشون میدادید. بعد میگه اون میگه که نه شماها نمیذاشتید، برای که هر یه روزی یه بمب منفجر میشد. دوستان تو ایران واقعا هر یه روزی یه بمب منفجر میشد. اون مردی که احمقی که نادان و کتاب ثابتی رو نوشته که به اینا میگه ترقه بازی، ترقه نقش خودش رو داره، بمب نقش خودش رو داره. در هر صورت نمیدونم والا وضعمون خیلی خرابه، اینو من میدونم. درباره تغییر نام ایران و قطع رابطه با گذشته من برنامه گذشته صحبت کردم و ضمن اینکه گله کردم به اون دوستمون گفتم شما هم ناراحت نباش، ما بیش از 800 نفر روی یوتیوب دیده بودن، بیش از چند هزار نفر این ور اون ور دیدن. وقتی که پرسیدیم با قاتلان کودک 8 ماهه چه باید کرد، یک دونه حتی نظر نداده بودم. ولی در برنامه روز دوشنبه دوستان آمدن، افشین بود، آقای نوری بود، یه دوست دیگه بود، نظر دادن. و اینم دیگه حالا اشکال این روزاست که ما دیگه تلفن چیز قبول نمی کنیم و به این صورت در اومده. ولی موضوع برنامه اون روز رو گذاشتم درباره تغییر نام و من از اول برنامه نگفتم که این کار رو رضا شاه انجام داده و فرح دیبا که هم آدم خسیسیه، هم آدم پلیدیه، هم اصلا فهم و شعور نداره، برداشته نوشته که رضا شاه اسم ایران رو عوض کرد که با گذشته ایران قطع رابطه کنه. خیلی جالبه، چند مدت پیش خانم دکتر به یه جیلانی یه عکسی گرفت بود با خانم فرح پهلوی، یه ده از دوستانشون گفتودن بابا از شما بعیده برید با این زن نادان عکس بگیرید، و ایشون گفتود نه دیگه اینا بالاخره تو تاریخ هستن، ما هم عکس میگیریم و اینها. و ایشون نشتود غلط میکنن. گفتم خانم رضا شاه این کارو کرده، الان کسی نگفته ما میخوام اسم ایران رو عوض کنیم. در اصل این بار نظر زیاد دادن، منم این بار به نوبه خودم از یکایی که شما دوستان ممنون و متشکرم. و اما صحبت های موچ این آقای اسکراموچی بود که بود که یه دفعه میگن فواره ها هرچی بیشتر بالا میرن زودتر سرنگون میشن، فواره چون بلند شود سرنگون شود. و این یه دفعه توی 10 روز از یه آدم ناشناس رسید به جایی که تمام رادیو تلویزیون ها راجبش صحبت میکردن، تمام نشریات راجبش نوشتن، چند تا مجله باش مصاحبه کردن. این یه آقای لات جلنبری بود که حالا چون پولدار شده فکر کرده بود که از همه دنیا بیشتر میفهمه و اینا، آنتونی اسکراموچی هم چیز آمده بود و شده بود به اصطلاح مسئول ارتباطات کاخ سفید یا این ادمینستریشن ترامپ. و یه جایی گفته بود که فلانی مال خودشو، من مثل فلانی نیستم که مال خودشو اینجوری میکنه و اینها. جالب اینجاست که حالا به خاطر اون میگن ما به خاطر اون بیرونش کردیم. آقا ترامپ حرفای بدتر از اون زده. علی از همش جالبتر اینه که این دختر نابکار ترامپ، این همسر خودفروختش که میدونید قبلا اصلا اسکورت بوده و پول شب میخریدش میبردیش این برور، اینا دوتا گفتن که ما وقتی این نوشته رو خوندیم تو نیویورکر خیلی ناراحت شدیم. بعد دیشب مسخرهشون میکردن تو رادیو تلویزیون های اینجا، گفتن آره اینا وقتی یه نفر حرف بد بزنه اگه اسم این دو نفر تو وصیت‌نامه اون نباشه بهشون بر میخوره، ولی اگر ترامپ بگه هرچی هم بدتر بگه من فلان جای زنه رو گرفتم اون اینجوری اینا، اون موقع مهم نیست، چون بالاخره اینا منتظرن ترامپ سرش رو بذاره زمین و یه پولی به اینا برسه. و اما میدونید که ترامپ وقتی که
رئیس جمهور شده، داماد خودش رو که بارها گفته که این داماد از فرزندانش باهوشتره، برداشت با دخترش آورده کاخ سفید. خیلی ها میگن این دخترش آورده چون از قدیم با دخترش رابطه داشته، حالا چه رابطه‌ای بماند. و تازگی معلوم شده که ترامپ یه حالت فراموشی بهش دست داده و توی این سن و سال با این همه دوز و کلکی که این تو زندگیش بوده این معمولیه، و به خاطر اینکه هواشو داشته باشن به هیچ کس دیگه اطمینان نکرده به غیر از این دوتا که از خانوادش هستن، یعنی دخترش و دامادش، که اینجا باهاش باشن اگه یه چیزی رو پس و پیش گفت. و دیدید گاهی وقتا حتی دختره بغل دستش میشینه، و دیدید که حتی توی اون جی 20 یه وقتی رفت دخترش به جاش نشست. میگن که این کلن از لحاظ مغزی مثل که مشکل داره. اینم از این. و ببینیم که دوستان، جالبه بعضی ها با اسم فارسی رو فیسبوک هستن، من بهشون پیشنهاد میکنم که اسم انگلیسیشون رو هم بنویسن، هم به دلیل این که اونایی که میان ببینن اسم فارسی اینا رو چجوری تلفظ کنن، هم مثلا من به کانون آوا هم حتی گفتم ببخشید گفتم که وقتی یه نفر میزنه تایپ میکنه مینویسه آوا اسوسییشن، نمیتونن شما رو پیدا کنن. دلیلی که الان من میگم اسماتون رو اینجوری بنویسید اینه، شما اگه به صفحه شخصی خود من نگاه کنید ببینید اینجا وقتی سوربی رو به فارسی نوشته، میبینید اینجا فارسی نوشته، اینجا هم انگلیسی. هر کسی از هر جایی اینو تایپ کنه بنویسه میتونه ما رو پیدا کنه. دوستانی که روی فیسبوک به اصطلاح نظر میدید، ضمن اینکه من ازتون ممنون و متشکرم، قرار ما این هست که من اشتباهی دو بار روی صفحه خودم گذاشتم اینو، اجازه بدید بذارم یه بارم روی صفحه مردم تیوی، و اینم یه مکافاتی شده. این فیسبوک به جایی که قشنگ اسما رو بنویسه، شما وقتی میگی شیر حالا باید بری اونجا بگی صفحه‌ای که من منیج میکنم، صفحه دوستان، نه قسمت پیام دوستان، و یه چیزای ساده ای رو مشکلش کردن. در صورت اونجا هم گذاشتم، و یکی از دوستان یه نسبتاً چیز به اصطلاح کامنت بلندی نوشته، بذارید ببینم چیه، نوشته شیفتگان ابله. آهان، این آقای مجید افراخته نوشته هاش خیلی تنده ولی حقیقتی رو داره، و هممون میدونیم حقیقت تلخه، حقیقت مثل دواست، دوا هم وقتی شما میخورید تلخه، ولی میدونی که این دوا به اصطلاح خوبت میکنه. نوشته که شیفتگان ابله و روشن فکر و بی فکر و با فکری که فکر میکردن ترامپ بیاد جنگ جهانی میشه، و این مکرون بیاد رئیس جمهور فرانسه جهان بهشت میشه. حالا نظرشون چیه؟ سوالهای ساده میپرسن، منتظر جواب دوستان به شما هستیم. آقای بهرنگ ممنون از شما، و دوستمون ایرانیان نیدرلند، ها دوستانی که ایرانیان نیدرلند هم که همون هلند دیگه، نه بله، صحبت های موچ دیگه رفتش. حالا موچ حتی یک کاریکاتوری کشیدن، اگه بخ کنم بهتون نشون میدم که طرفی که این کارتونیست یا کاریکاتور اینجا کاریکاتور میگن، حالا دیگه میدونید تی یو بعض وقتا به این صورت میشه، مثل مثلا انفورچونتلی مینسیم انفورچونتلی و مینسیم انفورچونتلی. در اصوره یک کاریکاتوریستی میگن کاریکاتوریست ها رفتن تظاهرات به وایت هاوس به ترامپ گفتن که بابا اینا رو زود زود فایر نکن، اینا رو زود زود اخراج نکن، ما هنوز داریم اینو میکشیم، یه بابل میذاریم که توش چی می‌نویسیم تو اخراجش می‌کنیم، ما این کاغذ رو باید پاره کنیم بندازیم زمین، شماره دوباره یه کاغذ دیگه بیاریم و وقت نمی‌کنیم. ترامپ و خانواده‌اش اینقدر پلید و شارلاتان هستن که هر روز یک ماجرای جدیدی توی این 6 ماه گذشته درست کرده. و حالا آقای افراخته، شما که میگی شیفتگان ابله و روشن فکر میکردن که ترامپ بیاد، خیلی ها هم فکر میکردن ترامپ که بیاد جلو جنگ رو میگیره،
و میبینید که الان ترامپ به یه جوری افتاده که وزیر امور خارجه به کره، به کره شمالی التماس میکنه و میگه ما در پی عوض کردن رژیم شما نیستیم، ما با شما دشمن نیستیم، شما یک کمی اذیت میکنی. این درست نشون میده که هر جایی که بمب اتم داره، هر جایی که موشک داره اینا ازش میترسن، هر جایی که نداره میرن میزنن پدر صاحب بچه‌رم در میارن. اینم از این ماجرا. و درباره اینکه یکی یکی حتی طرفداران ترامپ دارن عوض میشن، ازش بریده میشن، بهش اعتراض میکنن، و از اون مهمتر یکی یکی اونایی که رهبرای ارتش نیروهای مختلف هستن و اینا میدونید که رئیسشون میشه همین آقای ترامپ و باید بدون چون و چرا ازش به اصطلاح فرمان بری کنن یا فرمان برداری کنن. ولی توی آمریکا این بوده و هست که اگر یه جایی برسه که ببینن اون بالا داره فرمان بدی میده، اینها توقف میکنن، اعتراض میکنن، شکایت میکنن و حتی به اصطلاح استعفا میدن. یکی از اونها کسیه که باز اونم براتون پیدا میکنم بهتون نشون میدم، فرمانده کوست گارد. کوست گارد به فارسی نمیدونم چی میشه. خبر خوب دوشنبه این که آقای تیمسار آریانپور اینجا خواهند بود تا در موارد مختلفی صحبت کنند و از ایشون ممنونم، چون اون روز من توی این کلمه چارت گیر کرده بودم و ایشون برای من نوشته بود که میشه نمودار و کاملا درسته. روی چیزا همون دیاگرام و اینا رو هم که میکشیدن یا دیاگرام بعد میگفتن نموداره، نمودار اینجوری، اینها چارت هم درست همون معنی رو میده. و اما درباره ترامپ و پلیدی خودش و خانوادهش، اینا به خاطر اینکه اذهان عمومی آمریکا را از این ماجرای اینکه روسیه در انتخابات به اینا کمک کرده و یکی یکی داره پرده ها به کنار میره و حتی معلوم شد که این ترامپ دروغ گفته بود که من خبر نداشتم از این دیدار پسرش و دامادش، بعد حالا تازه اومده بیرون که اصلا این دیکته کرده به اونها نوشتن، بعد این زنکه دروغگو که حالا اومده شده به اصطلاح سخنگوی کاخ سفید، یه چی میگفتن یه بادی بیاد تو یه چیزی بریزه، یه شبد نمیدونم روزگار بر وفق کاسه لیسان، حالا اینجوری شده، دو سه نفر اخراج شدن، این دختره عقب افتاده. اصلا خودش باباش اینها اولا خیلی مذهبی هستن، از اون مذهبیایی که فقط فکر میکنن این خانواده اینا هست که میره بهشت و بهشت رو نگه داشتن آب و جارو دارن میکنن 2000 سال، چون اینا فکر نمیکنن حتی بشریت میلیون ها سال ادامه داشته، اینا فکر میکنن از تمام از زمان جیزس بوده، از زمان عیسی مسیح. در صورت این زنکم با اون قیافه کریهش بعدن آمد گفت که نه، این وکیلش گفته ترامپ خبر نداشته، وکیل خبر نداشته. خب ترامپ هم مثل هر بابای دیگه وقتی که بچهش قراره بره دادگاه، وقتی که قراره براش دردسر درست بشه، به بچهش گفته اینجوری اونجوری، دروغ کامل، و حالا یکی یکی گندش بالا میاد. اینا برای اینکه اذهان عمومی رو از این ماجراها ببرن جای دیگه، یه جوانی پارسال در این جریانات انتخابات آمریکا برای گروه کلینتون کار میکرد و کشته شد توی این واشنگتن. دوستان باور کنید، من هر وقت میرم به دوستان، به خانوادم میگم که من دارم میرم، اگه زنده برگشتم مثلا شب میام شام میخوریم، اگه زنده برگشتم فردا برنامه میذارم. چون شما وقتی میری، یه مدتی گفتن شیکاگو و واشنگتن خطرش از اینکه شما بری عراق و افغانستان زیادتره. آقا خانم، اینو من نمیگم، روزنامه ها مدیای آمریکا میگه. حالا این بیچاره اینجا تو واشنگتن کشته شد. از اینکه کشته شده های به اصطلاح در رابطه با کلینتون و خانواده کلینتون کم نیستن، چون اونا هم خانواده پلیدی هستن، حرفی توش نیست. ولی ترامپ رفته به فاکس نیوز، مخصوصا دو سه بار رفته با این شان هنیتی عقب افتاده واقعا شام خورده و همه میگفتن این چرا هی با این میره شام میخوره. بعدا معلوم شده که با شان هنیتی آمدن یه برنامه گذاشتن و گفتن که این پسره میخواسته 30,000 تا ایمیل گم شده کلینتون رو بده به ویکیپیدیا و به همین خاطر کلینتون یا خانم کلینتون یا خانوادهش یا مافیای کلینتون کشتتش.
بعدن حالا از روی فیسبوک و اینا ورش داشتن گندش بالا اومده، معلوم شده که از وایت هاوس هم این ماجرا شروع شده. باز این زنی که همین خانم سارا هاکبی ساندرز، این گفته که نه اصلا کاخ سفید هیچ خبری نداره. بعد آمدن گفتن بابا اینها اینجا توی فاکس نیوز میگه آمدن با این آقای شان سپایسر سخنگوی قبلی صحبت کردن. خلاصه موندن مثل خر به گل تا تو باطلاق. حالا جالب اینه که یه عده نشستن مثل این دکتر حمزه پور دیوانه منتظره که ترامپ بره حکومت ایران رو چی میگن بندازه پایین، این بره اونجا یک کاری بشه. آخه مرد دیوانه، تو با این سن و سالت اون موقعی که تو ایران بودید پادشاهی بود همه چی دستتون بود چه کار تونستی انجام بدی که الان برگردی بری ایران؟ ایرانی که حالا به قول اون یکی دوستمون میگی زمان شاه احمق بودن، حالا زمان آخوندا با فهم و شعور شدن. ایران سلطنت طلبا میگم ندونسته دارن به خودشون حتی صدمه میزنن. بله ایمیل شما را دیر گرفتم، اسم من در اسکایپ این است، منتظر زنگ شما هستم. متاسفانه ما باید از قبل برنامه بذاریم، حالا به احتمال زیاد آقای واحدی جمعه با شما خواهیم بود و وقتی یه نفر مثل شما پابلیک فیگره دیگه ایمیل ها را دیر گرفتم، این دیگه عذر موجهی نیست. در هر صورت خوشحالم، ایشون برای من نوشته بود که من و شما یک بار قرار گذاشته بودیم ولی شما بدقولی کردی. خب یه کارای اینجوری کردین، من بعضی وقتا عصبانی میشم، بعضی وقتا هم واقعا یادم میره. و چگونه است که شما مجاز هستی ایمیل ها رو دیر بگیری جابجا جواب بدی ولی من اینجا پیغمبر هستم و خدا هستم، هیچ اشتباه و هیچ اشکالی نباید کارم داشته باشه. خب بله، ماجرای فاکس نیوز و افتضاح جدید ترامپ که اینها حتی از مرده ها و از کشته شده ها هم خجالت نمی کشن. دوستان من امروز میخوام یه درد دلی با شما داشته باشم و شما رو به عنوان سنگ صبور ازتون سوال کنم. آیا شما چیزی راجع به شرکت های غیر انتفاعی میدونید؟ اینجا بهشون میگن نان پروفیت اورگانایزیشن یا NPO بهشون میگن، یا یکی دیگه اش هست NPO نان پروفیت اورگانایزیشن، یکی دیگه اش هست شرکت های غیر دولتی NGO نان گورنمنتال اورگانایزیشن. متاسفانه من از روزی که توی این کار رادیو تلویزیون وارد شدم دیدم که ایرانی ها مخصوصا اونایی که حالا میخوان یه کاری برای جامعه ما انجام بدن یه برداشت خیلی غلطی از این سازمان غیر انتفاعی برای خودشون برداشت کردن و میخوان به همه هم این رو بچپونن تحمیل کنن. یه دوست کلیمی پیام گذاشته بود که آقای سوربی لطف کن به من زنگ بزن. من زنگ زدم ایشون نبود، بهش گفتم آقا جون شما لطف کن وقتی زنگ زدی این بار پیامت رو مشروع بگو. زنگ زده بود که بله ما یه آگهی داریم میخواییم یک ماه شما پخشش کنیم. بنده هم زنگ زدم گفتم که بفرمایید آگهیتون چیه؟ گفتن که ما 6000 تا سازمان داریم. دوستان ببینید، یعنی اینا از صلیب سرخ، از دیگه چیه نان پروفیت اورگانایزیشن های بزرگ بگید، از اونا بزرگترن. 6000 تا سازمان دارن که از مدرسه و از نمیدونم درمونگاه و اینا بگیر و سالی یک بار فان ریزینگ میذارن. فان ریزینگ نمیدونم این همون گلریزان زورخونه هاست یا تلتانه یا چی بهش بگیم، میگم اینا اب نداره، اسمای مختلفی بدونیم خوبه، چون من اگه بگم گلریزان شما میدونی، اگه بگم فان ریزینگ شما میدونی، اگه بگم تلتان شما میدونی که این رسم اینجا سازمانهای مختلف میان سالی یه بار شش ماهی یه بار به دوستان خودشون به طرفداران خودشون به اعضای خودشون یادآوری میکنن که کمک کنید تا ما بتونیم خدمت کنیم. ولی دوستان بریم بخونیم، حالا سعید اگه بتونه یا آقای عزیزانم میبینم امروز اینجاست بهش خوش آمد میگم، اینا برای من بنویسن که مثلا همین رد کراس صلیب سرخ، رد کراس
اینا میدونید باز همون یک چارتی نشون شما میده یا یک نموداری نشون شما میده، میگی که ما از 100 دلار که میگیریم مثلا 70 دلارش خرج این میشه، 30 دلار 20 دلارش خرج این میشه، 10 دلارش خرج اون میشه. و اگر اشتباه نکنم یکی از افتخاراتشون این بود که مثلا 3% میرسه به اون هدفی که دارن و اینا ادورتیزمنت دارن به این دوستمون که کلیمیه، میگم آقا من شیرازی هستم با کلیمیه بزرگ شدم، از اینکه اینا حسابدان هستن نبض بیزینس دستشونه هیچ به اصطلاح شکی ندارم، ولی من اینا رو فکر میکردم آدمای با انصافی هستن تا رسیدم به کلیمیایی که تو کاریم تو آمریکا زندگی میکنه. چجوری شما از من میخوای برای شما من مجانی پخش کنم؟ بعد میگه آقا تلویزیونای دیگه مجانی پخش میکنن. بله آقا تلویزیونای دیگه مجانی پخش میکنن چون مب فروش کلیمی شما، چون سوپرمارکت دار کلیمی شما به اونها آگهی میده. اینم در جواب اون دوست اون آقای بهرامی، اونا گوش اونو میبرن بعد به شما یه حالی میدن که 4 تا یهودی دیگه هم باز میان تو اون تلویزیون. ولی اینکه شما میری سالی یه بار میای میخوای ما برات آگهی رو مجانی پخش کنیم، اینجوری کار نمیکنه. دوستان نظر شما چیه؟ این سازمان های غیر انتفاعی که معمولا خداشون حقوق های خوبی میگیرن، ماشین های خوبی سوارن، تو ساختمان های خوبی زندگی میکنن و از این سازمان غیر انتفاعی بودن حقیقتا دارن سوء استفاده میکنن، ما چجوری با اینا رفتار کنیم؟ میگم آقا شما سازمان غیر انتفاعی هستید، از اون میگیریم 10 دلار، از شما میگیریم 5 دلار. مگه شما نباید پول تلفن رو ماهیانه بدی؟ مگر اگر رفتی بنزین زدی اونجا یه کارتی هست برای اونایی که غیر انتفاعیان مجانی میزنن، مگه نباید پول اونو بدی؟ مگه نون میخری نباید پول بدی؟ چه جوریه به رادیو تلویزیون ایرانی که میرسی انتظار داری مجانی؟ این چیزی بود که من باید به شما میگفتم و حقیقتش نمیدونم. آره یه برنامه دیگه بود تو آتلانتا، اون دوست اون آقای جمالی خودش زنگ زد، پسرش چند بار سوال کرد و اینا که آقا ما 30 جولای میخوایم بزرگداشت فرخزاد بگیریم. والا من فکر نمیکنم آقای فرخزاد، خانم فروغ فرخزاد، خواهرش اون پروین فرخزاد، اینا راضی باشن که من براشون مجانی کار کنم که شما میخوای اونجا پوز بدی برای اینا مجانی بزرگداشت گرفتی. کوچیکداشت بگیرین ولی حق مردم، پول مردم رو پرداخت کنید. اینم از این ماجرا. و اما بزرگداشت فرخزادها، پول جمع کردن دوستانهای یهودی، شرکتهای غیر انتفاعی، ترامپ و ماجرای لونتیک. اینجا یه عده داریم دامن احمقن، یه عده داریم استوپیدن، باز بهشون میگن احمقن، یه عده داریم کریزی هن، دیوانه هستن، یه عده هستن لونتیک. این لونتیک من به فارسی نمیدونم بگم روانی بگم چی، و یه جایی نمیدونم. حالا کلمه تیک به غیر از اینکه یه جایی با اسپل THIC که اون معنی زخمی رو میده، همون مثل تین یا تینی، این تیک هست، یک حیوان، یک نمیدونم حشره باید بگیم چیه، یه حیوان خیلی کوچولویی هست توی چمن و ناقل این هم گویا آهو هست. این مثل که روی آهو سوار میشه این ور اون ور میره. بعد اگه سگتون مثلا بره تو چمن حیات خونتون بازی کنه، بعضی وقتا این تیک میاد روش رو بدنش و اینها. اجازه بدید من لونتیک رو پیدا کنم و بهتون نشون بدم. اینجا ترامپ لونتیک، ترامپ بله لونتیک. آها اینجا سرچ کجا داری میری؟ آقا من عکسش گذاشتم اینجا، باید عکس ترامپ رو به هم نشون بدی. در صورت تیکای مختلف رو توضیح میده و ضمناً حالا که صحبت از تیک هست و ایام تابستون بچه‌تون ممکنه بره توی چمن، خودتون برین توی چمن، حیوانتون سگ گربه داشته باشین برید توی چمن، خب میدونید اینا رو که باید بروس بکشین بچه رو نه، ولی نگاه کنید اگه یه چیزی چسبیدود بهش میگن نگیرین یه دفعه بکنینه، چون این 8 تا پا داره، 8 تا پاشو اینجوری میکنه تو پوست شما، اگه بکنین اصلا چیز میشه، مثل که باید اول فشارش بدین تا خودش بمیره، بعد پاهاشو یکی یکی با موچین
از بدن جدا کنید در همون جهتی که هست. یعنی اگه اینجوری رفته تو، شما از اینجوری درش بیارید، نگیریم بکنینش، بذاریم ببینم من پیداش میکنم، اگه نه که یه وقتی دیگه بهتون نشون میدم. یه چیز خندداری بود از این جهت که تیک های مختلف رو نشون داده بود، گفته بود این مثلا رو بدن آهوه، این مثلا رو بدن به اصطلاح رو چمنه اینا، و لونتیک ترامپ رو نشون داده بود که به عنوان، بذارید ببینم باز یک بار دیگه بزنم ببینم ترامپ، نه اکثر رو چیز نکرده، اکثر رو ضبط نکرده، به صورت آدرس وب پیج آوردتش، به خاطر همین گیت شده. بذارید ببینیم دوستان چی نوشتن روی فیسبوک و ضمن خوش آمد به همشون. بله، میگه که آقای سوربی، تبلیغ مجانی یعنی پایین آوردن شأن تلویزیون، اینها خودشون مجانی هم حرف نمیزنن، خدا پدر و مادر تو بیامرزه این افشین عزیز. میگه که البته ما میدونیم که یک چیزی هست توی آمریکا، میگن وکیلا حرف مفت زیاد میزنن ولی مفتی حرف نمیزنن، اینم ماجرای این چیزا هست، معتبر، جونور، لونتیک. متغیر نمیدونم. در اصل خانم بهیه جیلانی میگه لونتیک یعنی واقعا مثلا جونورای عجیب غریب دیگه. و بله، اینجا ترامپ رو توی این عکسی که من گفتم به لونتیک مقایسه تشبیهش کرده. این هم ماجرای ترامپ و لونتیک که نتونستم بهتون نشون بدم. ساواک بخش دومش رو یک نفر حمایت کرده تا جمعه، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. اگه خواستید از جمعه تا جمعه هفته آینده که مثلا میشه 7 روز و این دوتا فیلم 7 تا 2 تا 2 ساعت 2 ساعت 7 تا 2 ساعت میشه 14 ساعت، 14 تا 20 دلار میشه 280 دلار. یه نفر اگه 100 دلار بده ما همه یک و دو رو با هم نشون میدیم تا هفته بعدی. و اینم از امروز چهارشنبه است، دوم آگست سال 2017 میلادی، 11 مرداد 1396 هست. و جمعه با دوستان جدا شده از سازمان مجاهدین هستیم، از کانون آوا و کانونهای دیگه. شما هم اگر حرفی دارید در رابطه با صحبتهای اینها، یا پرسشی دارید یا نظری دارید، با کانون آوا تماس بگیرید تا مهمان برنامه باشید، یا اینکه برنامه‌های خودتون رو میتونید داشته باشید، حتی اگر بخواید در جهت مخالف اینها صحبت کنید. و اما اجازه بدید بریم به پوشه بحث امروز. واشنگتن پست نوشته بحث تغییر رژیم ایران در واشنگتن. ببینید، از اون و سالهاست که آمریکا میگه ما بعد از اشتباهاتی که کردیم، کودتاهایی که تو دنیا راه انداختیم تو 50 سال، تو 100 سال گذشته، ما دیگه حق نداریم و تصمیم نداریم حکومت‌های دنیا رو عوض کنیم. ولی دروغ میگن و خودشون هم به سادگی میان دروغشون رو به اصطلاح، یعنی مچ خودشون رو باز میکنن. بذارید من براتون این رو نشون بدم، یکم این تصویر رو کوچیک کنم که اندازه صفحات شما بشه. 4x3 میایم اینجا، یک دو تا پاراگرافشو میخونیم و با هم شما هم نظر بدید. اولا واشنگتنی که این ترامپ، قیافش شما نگاه کنید، مثل خر به گل مونده. ترامپی که رفته گلف بازی کنه، یکی از دوستای احیانا میلیاردر میلیونرش بهش گفته اوضاع چطوره، گفته این کاخ سفید مثل یه توالت میمونه. خب احمق، تو داری تو توالت زندگی میکنی؟ پس حالا اگه همینو اوباما گفته بود یا یکی دیگه گفته بود، ببینید این چیکار میکرد. و جالب اینه که این چون قبلا هم آدم غیر قابل کنترلی بوده و درباره رئیس جمهورهای مختلف مینوشته، هر کاری که امروز میکنه نوشته خودش درباره دیگران هست و درست مخالف اون چیزایی رو که میگفته داره انجام میده. یعنی آدمی هست که گفتهاش با عملش فرق میکنه، درست مثل آخوندا، درست مثل دیکتاتورها. واشنگتن پست
گفته که بحث تغییر رژیم ایران در واشنگتن، دولت ترامپ خواستار تغییر رژیم در ایران است. این را الکساندر داونز و لینزی اورگ، دو تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه آمریکایی میگویند، اما آنها باور دارند که تغییر رژیم معمولا کار نمی کند. برای ایالات متحده سرنگونی حکومت‌های خارجی معمولا ساده ترین بخش تغییر رژیم است. کار دشوار رسیدن به منافع مطلوب آمریکا بعد از سرنگونی است. بعد توضیح میده این استاد دانشگاه علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه جورج واشنگتن و لینسی آی اورک، استاد دانشگاه علوم سیاسی کالج بوستون، که روز 31 ژوئیه 9 مرداد یعنی پریروز برنامه احتمالی دولت ترامپ برای تغییر رژیم در ایران نتایج مطلوب آمریکا را نخواهد داد. آقای حمزه‌پور میشنوی؟ خانم نیه میشنوی؟ هی نگید حالا بذارید حالا که اومده یک کاری انجام بده. کاری که انجام میده ایران و میرزه به هم، آمریکایی‌ها تو دنیا جانشون در خطر میفته، منافعشون در خطر میفته و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ترامپ هیچ طرفدار ایران نیست. به عنوان یک نامزد انتخاباتی وعده داده بود که قرارداد هسته‌ای با ایران را پاره میکند. وامانده از تلاشهایش برای پاره کردن برجام، حداقل تا حال حاضر تا امروز ترامپ و حامیانش اکنون کوس تغییر رژیم میزنند. دو نویسنده با بیان این نظر لیستی از سیاستمداران در کابینه ترامپ و کنگره را ارائه میدهند که به نظر آنها متمایل به سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، از جمله تام کاتن. این تام کاتن یه پسر جوونیه، تا حالا چند بار حرفای بیخود زده، اصلا از این ردنکای روانیه. سناتور جمهوری‌خواه جیمز ماتیس، این همینه که الان هم شده وزیر دفاع، بله وزیر دفاع ترامپ. به این آقا میگن مد داگ، مد یعنی عصبانی، داگ هم که یعنی سگ. به این آقای جیمز ماتیس تو ارتش که بوده بهش میگفتن سگ عصبانی. وزیر دفاع ترامپ رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه، ببخشید وزیر دفاع همون آقای جیمز ماتیس بود، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه، مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا CIA و دریک هاروی مدیر سابق امنیت ملی در امور خاورمیانه. تز اصلی این دو نویسنده که هر دو هم در زمینه تلاش‌های ایالات متحده، بذارید این خیلی تون تون شد، چرا اینجوری شد، اجازه بدیم برگردیم کامرای دو. بله میگه که تز اصلی این دو نویسنده که هر دو هم در زمینه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای تغییر رژیم در کشورهای مختلف در تاریخ معاصر پژوهش می‌کنند این است که رهبرانی که پس از مداخله‌گری در کشوری که در آن تغییر رژیم صورت گرفته قدرت می‌گیرند، لزوماً نمی‌توانند منافع آمریکا را دنبال کنند. خب این احتیاج به چی داره؟ به اینکه شما یه مطالعه بکنید ماجرای افغانستان، ماجرای عراق، ماجرای لیبی، ماجرای مصر و ببینید که چی شده. ونزوئلا الان همین ماجرا هست، مردمش اینجا فمن یعنی قحطی، الان توی خطر قحطی و اینها دارن به سر میبرن، ببینیم چی میشه. همونجوری که بهتون گفتم آقای تیمسار امیر هوشنگ آریاپور دعوت ما را قبول کردن برای روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر برنامه را با ایشون شروع کنیم و در مورد چه باید کردی که سوال هر روز ما هست، و یکی دیگه تغییر نام ایران، چون خیلی ها باور دارن که این تغییر نام ایران برای ایرانی ها دوچار اشکال کرده و خیلی ها هم میگن نه آقا نام ایران از هزاران سال پیش بوده، حتی توی شاهنامه هم 700 بار یا 70 بار اسم ایران برده شده. دیدم که آقای چمنارا هم نوشته بود که تغییر نام ایران به اصطلاح یک کار خوب بوده. نظر شما چیه درباره تغییر نام ایران که توسط کابینه رضا شاه یا حکومت رضا شاه؟ حالا میدونید اشکال دیکتاتورها اینه که هر کاری میکنن به اسم خودشون حساب میشه، کارهای بد کارهای خوب،
ایرانی ها شاه الهی ها کارهای خوب رو میذارن به حسابش، کارهای بد رو میگن اطرافیانش انجام داده. در صورتی که اگه اینها حکومت های درستی بودن، اون موقع ما میگفتیم مثلا در زمان حکومت رضا شاه مجلس ایران این تصمیم رو گرفت، ولی اینجوری نبوده. 1935 رضا شاه یکی از سفیرا یا یکی از کنسولا که احتمالاً مال آلمان، کنسول یعنی کنسول ایران تو آلمان یا سفیر ایران تو آلمان، میاد بهش یه همچین پیشنهادی میکنه که اسم ایران رو از اسم پرژیا رو عوض کن، بکن ایران، که ما هم مثل این آلمانیا تو دنیا، الان اینا شدن نژاد جرمن، ما هم بشیم نژاد آریان و هر جا که اونا رفتن ما هم از اون نمد یک کلاهی بسازیم. دیدیم که آلمان کجا رفت، دیدیم که رضا شاه کجا رفت، دیدیم که پسرش کجا رفت، و دیدیم که ببینیم که این آخوندها هم کجا خواهند رفت. و اما وزیر خارجه عربستان ظریف را در آغوش کشید. میدونید که این چند مدت گذشته از موقعی که مخصوصا این شازده عربستان جوانتره اومده، آخه وقتی میگید جوانه همه چیز میگن نسبیه، اومده خیلی شاخوشونه میکشه برای ایران. یکی دو بارم وزیر امور خارجهشون تو مجالس مختلف حرفای زده بر علیه ایران. ولی جالب اینه که وزیر خارجه ایران و عربستان در آغوش یک دیگر، بذارید من این صفحه رو براتون اینجا بیارم نشون بدم، و عکسایی هست. بعدم از آقای ظریف پرسیدن، گفتن آقا با این روابط بیر حسنه‌ای که با عربستان سعودی داریم، شما خیلی اینا رو ماچ و بوسه کردی، مثل همون احمدی نژاد که ننه ننه شابز گرفته بود ول نمیکرد، میخواست براش یه شوهر پیدا کنه. خلاصه خواهر شابز بود، مادر شابز بود. بله، وزیر خارجه ایران و عربستان در آغوش هم. در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی، وزیر خارجه عربستان محمد جواد ظریف در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی به آغوش کشید. تو رو خدا دوستان این جمله رو شما بخونید. اولا وقتی می نویسی وزیر خارجه عربستان، بلا فاصله باید اسمش رو بنویسی که آقای نمیدونم وجید جبیره. بعد این جمله آخه چیه؟ حالا این تازه مثلا یه نشریه معتبر اینترنتی که سالهاست می نویسن اینو نوشته، بخونید. من یه بار دیگه براتون میخونم. و وقتی ویرگول یا کاما میذارن یعنی مکس، درسته؟ وزیر خارجه عربستان محمد جواد ظریف در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی با آغوش کشید. را یادشون رفته، اسم اون یادشون رفته. به گزارش انتخاب در حاشیه نشست کمیته اجرایی سازمان همکاری های اسلامی که با حضور نمایندگان بیش از 44 کشور اسلامی در استانبول برگزار شد، هنگام ورود وزرا به سالن نشست، عادل الجبیر با هدف مصافحه به سوی محمد جواد ظریف آمد. وزیر خارجه عربستان پس از آنکه به سمت ظریف آمد او را در آغوش کشید. این دو سپس برای مدتی به گفتگو پرداختند. ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با صدا و سیما این اقدام همتای سعودی را عادی و حرکتی در عرف دیپلماتیک دانست و گفت دلیل این کار هم احترام متقابل و هم دوستی دیرینه‌ای بود که با جبیر داشتند. این هم از این ماجرا. البته ناگفته نماند این جنگای زرگری، جنگای تو روزنامه و اینها، همون واقعا مثل جنگای زرگریه. و بعضی هاش پشت پرده میبینید اینها با هم دیگه خیلی هم خوش و بش میکنن. دوستان عزیز، کشف دو سر بریده در اتوبان شیخ بهایی، این رو هم براتون نشون بدم و بخونم که چه باید کرد با این چیزای اتفاقایی که توی به اصطلاح جامعه میفته. هم آمریکا اینا رو داره، هم کشورهای اروپایی داره. شنیدم تو سوئد خیلی امسال از این قتل و کشتار و اینها بوده، حمله به زنا به اصطلاح. در اصل این مال ایرانه، مال تهرانه.
کشف دو سر بریده در اتوبان شیخ بهایی. صبح امروز دو سر بریده شده در اتوبان شیخ بهایی کشف شد. به گزارش تسنیم ساعت 8:20 یا 8:30 صبح امروز ماموران کلانتری 125 یوسف آباد در تماس با پاسپورت کشی قتل پایتخت در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت خبر کشف دو سر بریده شده در اتوبان شیخ بهایی را به بازپرس کشیش قتل پایتخت اعلام کردن. ببینید مثلا باز غلطه اینه، شما توی جمله هی دو بار نباید کشیش قتل پایتخت. بابا ما که آلزایمر نگرفتیم، چهار تا کلمه که گفتی شما ما یادمون رفت که این بازپرس کشیش قتله. دقایق بعد از اعلام خبر، سجاد منافی آذر بازپرس امور جنایی تهران به همراه اکیپ تشخیص آگاهی کارشناس پزشکی قانونی در محل کشف این دو سر حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده هستند. بررسی های اولیه نشان میدهد که سرها متعلق به یک زن و یک مرد است. همچنین این سرها دچار سوختگی نیز شدند. تحقیقات بیشتر درباره این پرونده ادامه دارد. اینم باز میرسیم به همون چه باید کرد ها. این قتل هایی که انجام میشه، بچه دوزی هایی که انجام میشه، جنایاتی که انجام میشه در رابطه با مواد مخدر و چیزهای گفت دیگه. دوستان شما هم حتما جایی که زندگی میکنید حتما این موضوع بوده که بعضی وقتا میبینید که ماموران آتش نشانی یا راننده های آمبولانس یک کارایی میکنن که اصلا خود اون کار خطرناک. حالا به نظر شما اون موقع کی حق تقدم داره؟ مامورای آتش نشانی، راننده های آمبولانس یا پلیس؟ اگه پلیس یه جایی وایساده به یه دلیلی به یه آمبولانس میگه وایسا، آمبولانس باید چه کار کنه؟ این دوست ما نوشته که این فیلم در یوتیوب از زمان صدام هم گرفته شده و اما این فیلم زمان الان کنونی است. راننده آمبولانس به این شکل مورد ضرب و شد قرار میگیره چون در وقت گذر یک سیاستمدار با دستور پلیس نایستاده و برای رساندن بیمار به بیمارستان عجله داشته. حالا همینطور از عظیم گذشته انتقاد که به من دارم میگه. برای من یک فرد معمولی چه تفاوتی دارد اگر حکمران این جانور و یا آن خزنده باشد؟ در همه حالت من قربانی هستم. خب حالا من یه سوالی از شما میکنم، اگر یک آدم مهمی از اینجا میخواد بره، من و چهار نفر دیگه بگیم بهترین راهی که میشه بزنیم، موتورکید میگن دیگه، ماشین سرویس ها اینا که میان میرن بزنیم بهشون، اینه که یه آمبولانس بخریم تو آکشن 700 دلار و بیایم بریم، پلیس هم جلو ما نگیره، بریم بزنیم به این، اونو شما چی میگی؟ اینا این زندگی جدید و های تک اینا رو همراه هم داره. ولی من فکر میکنم که در همه حال دستور پلیس، مخصوصا پلیس راهنمایی، که البته اینجا پلیس راهنمایی و پلیس معمولی فرقی نداره، اون مقدمه برای جاده، برای رانندگی. من خودم هفته پیش توی جاده بودم، توی جاده روتوان توی 95 تصادف شده بود. تابلو میگفت اگه میخواین از روتوان بریم. اومدیم توی جاده روتوان، یعنی جاده شماره 1، اونجا هم همین افتضاح. بعد اونجا هم یه تصادفی شد، یه ماشینی هم به اصطلاح آتش سوزی، یه ماشین آمبولانس. اینجا وقتی زنگ میزنن از دو سه جا، از دو سه تا بیمارستان آمبولانس میاد، از دو سه جا ماشین آتش نشانی میاد، بعضی وقتا خود اینا باعث ترافیک میشن. تا حالا چندین تصادف بعد که زدن ماشین پلیس رو داغون کردن، زدن آدمای معمولی رو، حتی کشتن. مثلا یکی آپاندیس داشته، میخواستن اینو برسونن به بیمارستان، اینه که به بیمارستان نرسوندن یا دیر رسوندن، هیچی، زدن یه آدم جوون رو هم کشتن. آمد بوق زد و اینا، این ماشینا رفتن کنار. آمد همچین که رسید جلو ما، رفت اونور خیابون، یعنی اون طرف بلوار، و مستقیم به قول خودمون شاخ به شاخ، هد آن، رفت به طرف ترافیک. من به خانم گفتم خدا کنه یه کسی رو موزیک و رو چیزای اینا نباشه بیاد بزنه به این. خب این خلافا رو هم میکنن آقا. حالا که شما میگی حکومت قبلی، من از حکومت قبلی تنها و تنها به این دلیل گله میکنم که باعث شد این حکومت فعلی بیاد،
یعنی آقای شاه پدر این آخونداست، این آخوندا فرزندان خلف شاه هستن. و شما اگه یه بچه کار بد میکنی چیکار میکنی؟ میگی لعنت به پدر مادرش. اگه بخوای شکایت کنی چیکار میکنی؟ میری در خونهش تماس میگیری، من دارم میرم در خونه شاه، هی میگم آقا تو نادان بودی، اشتباه کردی، کاش همون موقعی که با خانم سریا اسفندیاری فرار کرده بودی رفته بودی یه باقی باغچه خریده بودی، رفته بودی کالیفرنیا هنرپیشه شده بودی، یا رفته بودی اون ور تگزاس گاوداری، چون گاوداری تو بهتر از مملکت داری ممکن بود باشه. بعدم قربونت برم، شما از خلیج فارس قرار بود دوست ما باشی، سمت ما باشی، چی شد شاه اللهیا اومدن شما رو تطمیع کردن؟ تطمیع از کلمه طمع میاد، نه از کلمه خوراک و طعام اینا که نمیاد که، تطمیع، تطمیع یعنی به یه نفر یه قولی میدن که مثلا آقا این با سوربی اگه دوست نباشی ما به شما اینقدر میلیون ها دلار پول میدیم. الحمدلله شما که وضعت خوبه، احتیاج به کسی نداری، و فکر نمیکنم که شاه اللهیا هم اینقدر دست و دل باز باشن که برن و کسی رو تطمیع کنن. با هم این فیلم رو ببینیم، ولی من تا این فیلم رو دیدم حقیقتش گفتم من نمیدونم بگم حق با راننده آمبولانس یا حق با به اصطلاح اون پلیسی هست که وایساده داره اونجا رو کنترل میکنه، حالا به هر دلیلی که هست، یا یکی از سران مملکت دارن میرن و میان، یا اینکه یه اتفاقی افتاده و اونجا الان اینجوری به اصطلاح ترافیک ایجاب میکنه که کسی نره و اینا بتونن اونجا رو کنترل کنن. با هم ببینیم. دوستان شما هم قضاوت کنین، شما هم نظرتون رو بگید. در تصادفات، در مواقع غیر عادی به نظر شما حق پلیس یا حرف کی بالاتره؟ حرف پلیس یا حرف راننده آمبولانس یا حرف راننده ماشین آتش نشانی؟ ببینیم با هم و بشنویم. بذارید من خودم رو تصحیح کنم اینجا، من گفتم حرف کی، ولی این حماقت اینا که طرف آوردن حالا که اومده پایین میزنه، یک شب حتی تیر بهش شلیک میکنه، این دیگه همون حالا اگه بگیم خربازی، این دوستمون طرفدار خرا هم هست، میگه به خراب و علاقا به اصطلاح توهین نکن. بله این دیگه نتیجه اون ماجرایی هست که اسلحه دست هر کدوم از ما باشه تو میدل ایست، فکر میکنیم که یه پخی شدی. نا گفته نماند همینجا هم همینجور. دیروز یه برنامه مال جادجودی داشتم نگاه میکردم، یه آقای جوون کوتاهی که اینا وقتی شما میشی سکیوریتی یعنی مأمور امنیت و حفاظت یه مالی یه شرکت، اینها بعضی از اینها از شما میخوان که بری اسلحه داشته باشی و یه کلاسی میری، یه لایسنس میگیری، اجازه میگیری، اسلحه میبندی به کمرت. این آقا تو خونه خودش برای هم اتاقیش اسلحه کشیده، برای اینکه هم اتاقیش یه ماشین خریده و به این 250 دلار کمیسیون نداده. و خلاصه اینجا هم همینجوره. یه چند مدت پیش یکی بود، یه پسر جوونی از پشت کوچه‌شون داشت میرفت، تنها به این دلیل که مزنون شده بود که ممکنه این مثلا دوز باشه، پسره رو زد کشت و آزادم شد. البته چون کلن آدم ناجوری بود بعد برای خودش گرفتاری های دیگه ای درست کرد، الان اسمش یادم رفته، حتما همه تون میدونید تو فلوریدا اگه اشتباه نکنم این کار شده بود. و تو فلوریدا یه قانونی هست، من اگر اینجا باشم با اسلحه تو حیات خودم باشم و یه کسی بیاد تو حیات من، چی بهش میگن؟ standing ground، یعنی اینجایی که من هستم و وایستادم، من از این دفاع میکنم و میتونم بزنم بکشمش. توی ویرجینیا با وجودی که ما حق حمل اسلحه داریم، توی ویرجینیا با وجودی که من مثلا لایسنس دارم که اسلحه پنهانم داشته باشم، به این سادگی نیست.
و حتی این آقای جی گوردن لیدی که یکی از اونایی بوده که توی ماجرای وایت هاوس بوده و رفتن اون دفتر به اصطلاح دموکرات ها و اسناد و دزدیدن و نوار گذاشتن و میکروفون گذاشتن و اینها، این الان گوینده رادیوه و این به شوخی میگه که اگر یه دزدی آمد در خونتون دعواتون شد زدی کشتیش، قبل از اینکه پلیس بیاد جنازه‌شو بکش تو خونه و به پلیس بگو این تو خونه بوده که کشتمش. حالا در صورتی که قانوناً خونه من از لب این خیابون شروع میشه، ولی این ور حیات اون ور حیات حقیقتاً با وجودی که ما پولش رو میدیم، ما مالیاتش رو میدیم، ما اگر چمنش رو به موقع نزنیم جریمه میشیم. بله توی آمریکا اگه چمن خونت رو به موقع نزنی جریمه میشیم. این مهد آزادی اون روز براتون گفتم علی آقا نوشته بود که پستخونه بودم از بس نامه نوشتم پدرم در اومد، منم براش نوشتم ویلکام تو امریکا. شما نمیدونید اینجا دیر به جنبی جریمت میکنن، دیر به جنبی نمیدونم مثلا برقت قطع بشه، تلفنت قطع بشه، یه جریمه میکنن، یه حق وصل میذارن، بعد دفعه دیگه میگن حالا دیگه با یه پولی پیش پیش سپرده باشی چون تو کردیت اعتبارت خراب شده. یک دنیایه. ولی اگه اینجوری هم نباشه اینجا هم میشه جنگل مولا و توی جنگل مولا ماها همدیگر رو میخوریم. اینم از این. خب بازم سلام میکنیم به آقای کیوان نژند، ایشون هم هر وقت وقت داره میاد برنامه رو میشنوه. خوشحال میشم نظراتتونم بنویسید. آقای سهراب چمنارام اینجاست. تا امروز ویدیوی آقای سهراب چمنارا رو پخش کردم، اون چارت یا نمودار رو نشون دادم، ایرادم رو هم از آقای سهراب چمنارا گرفتم و گفتم آقای چمنارا شما می‌نویسید از 38 سال قبل، یعنی از یعنی یه شب قبل از اون 38 سال اوضاع خوب بوده، این اشتباهه، یا تاریخ ننویسید باز بذارید عمومیت بهش بدید، یا اگه میخواین تاریخ بنویسید یه تاریخی بنویسید که دستتون رو به اصطلاح توی حنا نذاشته باشه. میدونید که این رئیس جمهور که چه عرض کنم صدر اعظم کانادا، میدونید کانادا حتی پولش هم عکس خانم کوین چیه اسمش، این الیزابت هست و پادشاه که نه، ملکه انگلستان روش هست، ولی این پرایم مینیستر به فارسی همون صدر اعظم میشه. میدونید که یه آقای جوونی بوکسوری ورزشکاری آمد و همه به به چه چه که این آقای جاستین ترودو چه هست و چه نیست. حالا توی این مقاله که مال واشنگتن پست هست میگه که جاستین ترودو توی آمریکا بیشتر از کانادا، چون خب تعداد افراد اینجا هم زیاده، و میگه جالب اینه که توی آمریکا مردمی که اینو دوست دارن تعدادشون بیشتر از مردمی هست که ترامپ رو دوست دارن. خب همیشه میگفتن که مرغ همسایه قازه، همیشه میگفتن چمن همسایه سبزتره، همیشه میگفتن دم موش همسایه درازتره. اینو ما باید از کانادایی ها بپرسیم که خانم شایسته الهامی یه جایی گوشزد کرده بود که این آقای جاستین ترودو همون اوباما هست که چه بدبختی های به سر آمریکا آورد، اینم همون بدبختی ها رو داره به سر کانادا میاره. و مقاله های خانم شایسته الهامی ایشون زحمت میکشه ولی وقتی میفرسن یه اشکالی هست. حالا چون ایشون لاغا سیستم مک استفاده میکنه، مک همون اپله و ما سیستم ویندو باز نمیشه، برای ایشون نوشتم از دوستانتونم بپرسید آیا اونها هم این مشکل رو دارن یا نه. ایشون جوابی نداد، یعنی نوشتن که خودشون مشکل دارن با این ماجرا. من یه فیلمی رو بهتون نشون میدم، بعضی از این فیلم ها خیلی قشنگه، البته این فیلم ها ساختنی هست ولی خب هیچ عیبی نداره فیلم ها رو بسازن. بذارید من اینو از اول براتون نشون بدم. نشون میده که یه پسر کوچولو توی صف وایساده پشت سر یه خانمی که از این دستگاه های ATM فکر کنم اتوماتیک تلر ماشین هست، در اصل میدونید همین بانک های چی بهش میگن، بانک های آبری یه چیزی تو ایران. و یه جایی من دیدم که نوشته بود وقتی که هیچ جای دنیا
بانک عبوری نداشتن، بانک تهران در ایران این کار کرد. خب اونم نشون میده اشتباه عزیز من. بازم مثل دوستمون که گفت شاه خیلی جلو بود، خب خیلی جلو باشی همین میشه. شما بانک مثلا اعتباری میذاری توی خیابون، ولی مردم کردیت کارت داشتن، کارتای دبیت کارت داشتن که ازش برداشت کنن، با سیستم کامپیوتری داشتی، این یه قطی گذاشته بودی اونجا. من که نمیدونم، من اصلا اون موقع میگم ما کارمند دولت که شدیم رفتیم حساب باز کنیم که اداره آموزش پرورش پول ما رو بریزه به حساب. بانک صادرات به من میگه آقای سوربی شما باید بری یه کاسب بیاد ضمانت. میگم آقا من که نمیخوام وام بگیرم، من میخوام حقوقم بیاد اینجا. میگه میدونم، ولی باید یه کاسب، دوستان دوره شاه یک کاسب ضامن یک کارمند دولت بشه تا یه حساب بانک براش باز کنم. که رفتیم آقای قاسم سوربی کار تعمیرات یخچال و اینا میکرد تو سیمیاتری سینما سعدی، امیدوارم اگه هست خوب و سالم باشه چون ایشون سنش از من زیادتر. در صورت ایشون آمد امضا کرد که بله من کاسب ضمانت این کارمند دولت رو میدم. خراب بود عزیز من، دوست گرامی، نه یه خانم، خراب بود، اشکال داشت. یه چیزایی رو تقلید علکی برداشته بودن بدون پایه و اساس آوردن اونجا. شعر خلق را تقلیدشان برباد داد، یادتون باشه. بله تقلید کرده بودن، خیلی هم قشنگ بود، ولی برباد داد. مثل این میمونه که یه دوستی من داشته باشم پول نداشته باشه، ولی چون دوستش مهمونی که داره توی باغای بزرگ میذاره، توی رستورانای بزرگ میذاره، ایشون هم تقلید کنه، خب دو بار که ما رو ببره مهمونی این بر اون بر ورشکست میکنه. در صورتی که اگر ما رو دعوت کنه خونش، آقا یه سری نون و پنیر و گردو ماکسیمم ما میخوای باربیکیو درست کنی، برو 12 تا نمیدونم سوسیس هم بخر، میشه $2 بذار رو گریل با خوبی و خوشی بیا بش. تقلید پدر ما رو در آورد. ندونسته این کلمه ای که میگن یه چیزی هم هست تجدد و تمدن و اینها، میگن اینا پروسه داره، باید زمان. مثل که شما یه بچه کوچولو رو برداری ببری بذاری تو دانشگاه، خب معلومه این هی گریه میکنه اونجا. بچه کوچولو باید تو خونه بزرگ بشه، بزرگ که شد بعد بره دیکر یا کودکستان، بعد از کودکستان بره دبستان، بعد از دبستان بره مدرسه چیش میگن متوسطه، بعد از اونجا بره دانشگاه. اینم جواب اونایی که فکر میکنن آقای شاه استاد دانشگاه بوده. اگه استاد دانشگاه هم بوده عجب بیچاره ای بوده، به جایی که بیاد آدما رو از مدرسه و دبیرستان ببره اونجا درسشون بده، رفته از کودکستان ورشت آورده. خب معلومه که یاد نمیگیرن. این فیلمو هم ببینیم ببینیم چی. سلام آقای سوربی، حرفای ضد و نقیض زیاد میزنی که ادامه بدی، ادامه بدی دیگه گوش بهت نمیدم. نده چی میشه آقای آرش اصلانی، تو گوش ندی اصلا مغازه ما تعطیل میشه. راستی چه مغازه ما داشتیم؟ شما چقدر از اینجا خرید کردی؟ زد و نقیض چی گفتم من؟ شما بگو اینه که گفتی اون روز 2-2 تا 4 تا، امروز داری میگی 2-2 تا 16 تا، این زد و نقیضه. در صورت چقدر دوستان امروز تأسف میخورم که آقای آرش اصلانی دیگه به حرفای من گوش نمیده. گوش نده. بفرمایید دوستان نگاه کن. خب البته بهتون گفتم این فیلم ها رو معمولا به اصطلاح قشنگ مثل فیلمه، سناریوشو می نویسن، برنامهشو ردیف میکنن، پر میکنن. ولی جالبه حالا کی همچی اتفاقی میفته، کسی بیاد اینجوری بزنه تو صف، اون پشتریش اونجوری، اینا دیگه اینا رو به عنوان طنز و جوک قبول کن. سلام برادر عزیز، من قهر نکردم از زمانی که ترامپ آمده، شما فرق کردید. خب معلومه فرق کردم، برای که یه دیوانه ای اومده و من هر روز منتظرم که اینو از این کاخ سفید ببرن به زندان یا به دیوانخونه و بالاخره اثر میذاره رو آدم. و جالب اینه که از موقعی که ترامپ آمده شما هم فرق کردین. البته چون یادم رفت از ایشون بپرسم که من اجازه دارم این نامه ها رو برنامه بخونم، بهتره که نخونم. ولی این نوشته آقای آریانپور رو براتون میخونم که نوشتن معنی فارسی چارت نمودار است،
تغییر نام ایران و قطع رابطه با گذشته، با عرض معذرت از معدود ایرانیان با فرهنگ و فریخته، تعویض نام محتوای درونی مردم را تغییر نمی‌دهد. عیناً به همان گونه که استفاده از نام کوروش و لوحه ادعایی حقوق بشر او و واگذاری لقب کبیر به رضا شاه و آریامهر به محمد رضا شاه و رهبر عالی قدر به خامنه‌ای، کمترین اثری در بهبود وضع مردم ایران و فرهنگ امروزی ایران نداشته و نخواهد داشت. به قول معروف خر همان خر است، پالانش عوض شده است. باورتون میشه مینا خانم شما از آلمان همینو بنویسی؟ آقای آریانپور از ربع ساعت با من فاصله همینو بنویسه. یعنی نشون میده که من اون سوال رو، اون به اصطلاح تیتر رو درست مطرح کردم که دو تا بینندهی که نظر دادن درست یادشون به این افتاده که خر همون خره، پالونش عوض شد. و یادم میاد تو دوره انقلاب بهتون گفتم من مأمور حکومت نظامی بودم، این شعارا و اینها رو ما تو خیابون اصلا چون بودیم میشنیدیم، بعدم می آوردن نوشته ها و اینها رو توی هوابرد و ما یه کمیته بودیم از هوابرد رفته بودیم تو شهربانی، چون این آقای شاه که نابغه بود نیروی ضد شورش نداشت، فکر میکرد که فقط باید ارتش داشته باشه، ارتش داشت، شهربانی داشت، ولی نیروی ضد شورش نداشت. اگه نیروی ضد شورش داشت یه احمقی مثل فراستی نمیرفت بچه های مردم رو شکنجه بده، نمیرفت سیم برق بذاره سر آلتشون، نمیرفت پاشون رو کیبل بزنه. امروز هم با افتخار بیاد بشینه توی انگلستان. گاهی وقتا آدم میگه خب بی بی سی هم داره کار بی خودی میکنه که با اینا مصاحبه میکنه، ولی بعد آدم میگه که نه اتفاقا کار خوبی میکنه که به اینا میکروفون میده تا من و شما بفهمین بابا چی بود، چرا اینجوری شد. یه نفر یه کاغذی دستش بود میبردن میزدنش فلان و اینها، بعد این که میمد بیرون دیگه حالا زده بودنش شده بود مار زخمی. مگه ما نداریم که مار زخمی بدتر از مار معمولیه؟ یا مگه ما نداریم که مثلا مار گزیده از ریسمان سفید سیاه میترسه؟ اینا همش تو مثالا که میاد اینا رو به اصطلاح میگه. ببینیم سام جید ویلکام to club this program is about nothing. آره خیلی قشنگ گفتی، میگی که این برنامه درباره هیچ چیزی نیست و شما چی آمدی اینجا میخوای دیپلم یا دکترا بگیری؟ ولی یادت باشه آقای سم، آرش میگه من ضد و نقیض گفتم، ولی اینقدر به خودش زحمت نمیده بنویسه کجا ضد و نقیض گفتم تا من بیام اونو اگر ضد نقیض گفتم بگم درست میگه، اشتباه کردم، عذر میخوام. من این فیلمی رو که نشون دادم گفتم حرف اولو کی میزنه؟ پلیس میزنه؟ ماموران حفاظت سران کشور میزنن؟ یا راننده آمبولانس؟ ولی وقتی دیدم اینو زدن و اینو تیر زدن گفتم اصلا این دیگه نقل حرف اول نیست. بله جلوش گرفتی، ماشینش توقف کردی، آوردیش پایین، دستبندش بزن. اول دستبند دیگه نمیخواد، تو میخواستی این ماشین نره، این نرفته، بهش بگو وایسه بغل در ماشینت، خیلی چیزه، دستبند بزن اینو در ماشینش با هم دیگه. چرا میزنیش؟ چرا میکشیش؟ در اینکه شعور نداریم، کشورهای عقب افتاده است. بله خر همان خر است، پالانش عوض شده. ما ملت ایران باید در طرز تفکر، عملکرد، رفتار، کردار، پندار و خواسته های غیر انسانی و مردمی خود تغییرات اصولی 180 درجه‌ای بدهیم و به دنیا نشان دهیم که ما لیاقت بهتر شدن را دارا هستیم. شاید به تدریج مردم جهان حرف ما را باور کرده و دیگر به صورت بربر و وحشی به ما نگاه نکنند. به قول اکثر ما ایرانی های آریایی، اگر ماندلای کاکاسیا توانست یک تنه کشور نجات پرست آفریقای جنوبی را تبدیل به یک کشور دموکرات و برابری و عدالت برای همه نژادهای گوناگون کند، پس چرا ما آریایی های اصیل، توی پرانتز که مادرانمان مورد تجاوز همه کشورهای تجاوزگر به کشورمان قرار گرفتن، نمیتوانیم صلح و صفایی بین اقوام مختلف ایرانی به وجود آورده و دست در جگگویی و ضربه زدن به یکدیگر برداریم؟ ارادتمند هوشنگ، منظورشون امیر هوشنگ آریانپور، دوشنبه با من و شما خواهند بود.
صحبتایی که ایشون میکنن جالبه. یه وبلاگی دارن که به همین اسم آریانپور، اون رو هم روز دوشنبه توی فیسبوک میذارم تا نگاه کنید. مقاله‌های بسیار جالب، حاصل سالها مطالعه، حاصل سالها زندگی. شما میدونید توی آمریکا بعضی جاها میگه ما مثلا لیسانس برق میخوایم یا مترادفش از لحاظ کاری. یعنی اینجا اگه یه نفر رفته باشه 3 سال 4 سال توی شرکت کار کرده باشه، ممکنه از یه مهندس برق یا از یه لیسانس برق بیشتر تجربه داشته باشه. تو آمریکا اینجوریه. حالا آقای آریانپور علاوه بر تجربه‌ای که داره تحقیق هم کرده و یکی از اولین کسایی هست که کامپیوتر 1960s، یعنی 50 خورده، تقریبا 60 سال پیش کارهای کامپیوتری و اینها یاد گرفته. همین الان که با شما صحبت میکنم قولتون میدم وقتی که دوشنبه ایشون میاد یه دونه از این فلش ها میاره. این فلش ها مموریه، مموری فلش. حالا چرا فلش بهش میگن؟ اینجا چراغ قوارم میگن فلش لایت، به این میگن فلش مموری. فلش یه چیزی که اینجوری میشه، عکس هم که میگیریم تو ایران میگفتیم فلش بزن. در هر صورت دوشنبه برنامه خوبی خواهیم داشت. ماشاءالله برنامه ما همیشه خوب هستن، بعضی روزا خوبتر و بهتر میشه. و اما نو سابجکت، ببینیم این ایمیل نو سابجکت چیه. گزارش تصویری اعدام یک مرد در صنعا به جرم تجاوز به دختر بچه 3 ساله. این برمیگرده، این اورونیوز نوشته، این برمیگرده به اون صحبتی که ما اون روز داشتیم در ماجرای این. بذارید ببینیم این دوستمون. الو الو، من این تلفن اینجا با کامپیوتر جواب دادن. بذارید ببینم. دوست عزیز عذر میخوام، زنگ بزنید، تلفن رو بر نمیدارم، پیام بذارید، پیامتون رو پخش میکنم. در صورت دوستان عزیز، چه در حین برنامه با دو شماره تلفنی که داریم هنوز هم میتونید یه چند ماه، یعنی دو ماه دیگه اون تلفن رو، چون باید پول سالیانه براش بدیم دیگه استفاده چندانی هم نداریم، قطع میکنیم 703 رو. فقط و فقط با شماره تلفن 202 با ما تماس بگیرید. این دوستمونم لطف کنه پیام بذاره، من پیامتون رو همین الان تو برنامه پخش میکنم. و اما گزارش تصویری اعدام یک به اصطلاح متجاوز به دختر 3 ساله که این خبر رو از اورونیوز، و اورونیوز الان چند مدت داره اعلام میکنه که به اصطلاح این چیز صفحه یا نشریه اینترنتشون رو میبندن. بذارید چون به آرش غور زدیم ببینیم چی. آقای سوربی I love you، ناراحت نشو، خواستم بگم دارم گوش میدم، مواظب باش، سر فرصت مطالبی را که نظرم ضد نظر گفتی برای توضیح میدم، الان مشغول آشپزی هستم. خب ببین آقای آرش عزیز، من اگه یه دوستی مثل شما داشته باشم، شما کار 100 تا دشمنم برای من انجام میدی. آقا قربونت برم، شما اگه داری آشپزی میکنی به خودت احترام بذار، به منی که اومدم اینجا دارم برات برنامه اجرا میکنم احترام بذار، آشپزیتو بکن، بعدن بیا این فیلم رو نگاه کن، با یه قلم کاغذ بردار بنویس، بعد باز برس به همین. این بی احترامی همون میشه که آقای آریانپور میگه، میگه آقا اسم ایران شما برگرد بکن ایرانستان، بکن پرژیا، بکن پرژیای نمبر وان، بکن ایرانیان نیشن، آریان نیشن، فرقی نمیکنه، خودمون رو باید عوض کنیم. آرش باید یاد بگیره آقا وسط برنامه زنده من نباید به طرف بگم که آقا من برنامه تو گوش نمیدم چون زد و نقیز گفتی. او وقت حالا میگه گوش میدم چون دارم آشپزی میکنم. خب کی زد و نقیز میگه، من یا شما؟ البته من ممکنه اشتباه هم بخونم و نباید این کارو بکنم. محمد المغربی، شهروند 41 ساله یمنی، روز دوشنبه به جرم تجاوز به یک دختر 3 ساله، به یک دختر بچه 3 ساله و قتل وی در ملأ عام با شلیک گلوله کشته شد. دادگاه کیفری صنعا، بذارید من این براتون بزرگتر کنم تا شما بتونید اینا میبینید که قشنگ هی وسطش دارن تبلیغ خورده ما میدن و اینم همینه دیگه، وقتی من اینو چاپ نمی کنم نمی نویسم حالا باید تبلیغاشونو تحمل کنم. بله،
نوشته دادگاه کیفری صنعا وی را به دلیل ربودن رعنا یا رنا یا رتا کودک 3 ساله در روز عید فطر تجاوز به این دختر بچه و قتل او مجرم شناخته و به اعدام در ملأ عام محکوم کرد. انتشار خبر این جنایت در ماه‌های گذشته افکار عمومی در کشور جنگ زده یمن را به شدت جریحه‌دار کرده بود. احتمالاً این دختر بچه است که عکسش انداختن و معمولاً عکس بچه‌ها و اینها را نباید بندازن. حالا دیگه نمیدونم اینم جزء تبلیغ یا همین بوده، عکس در صورت هر چی بوده که واقعاً ننگ بر همچین کسایی. البته یه دوستی اون روز خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته بود خود اینها هم افراد مریض و اینها هم به اصطلاح حاصل اون زندگی بد توی اون کشوره. 10,000 نفر از شهروندان یمنی روز دوشنبه با حضور در میدان تحریر در مرکز صنعا پایتخت شاهد اجرای حکم اعدام بودند. بسیاری از شاهدان این اعدام کودک بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش از اجرای حکم اعدام ماموران محکوم را 100 ضربه شلاق زدند. نیروهای امنیتی نگران آن بودند که جمعیت حاضر در محل قبل از اجرای حکم به فرد محکوم حمله کرده و او را بکشند. پس از شلاق مجرم به شکم خوابانده شد و یکی از نیروهای امنیتی با شلیک چند گلوله به پشت وی حکم اعدام را اجرا کرد. که اینم این، من معمولا میگم اینا رو تو رادیو تلویزیون نباید نشون داد، ولی وقتی اورو نیوز داره نشون میده، مینویسه، چاپ میکنه، دیگه ما کی هستیم. اینجا میگه حوثی‌های صنعا پایتخت و بیشتر مناطق یمن را در اختیار دارن. حوثی‌ها این میدونی اونایی هستن که فکر میکنم دشمنای حکومت ایران هم هستن و اینا یکی از شاخه‌های این همین عربستان سعودی هستن. درست میگم دوستان؟ اگه درست نمیگم بگید درست میگید. حوثی‌ها صنعا پایتخت و بیشتر مناطق یمن را در اختیار دارند. مقام‌های شورای انقلابی یمن وابسته به حوثی‌ها میگویند اجرای این حکم در ملأ عام نشانگر عزم راسخ آنها برای مقابله با مجرمان است. خب اینا هم لابد مثل اول انقلاب که توی میادین شلاق می‌زدند، اعدام می‌کردند، همین الان توی خیابون‌ها اعدام می‌کنند، توی استادیوم‌ها اعدام می‌کنند و همین الان هم مردم میرن وای میسن نگاه می‌کنند. اینا هم لابد این کار می‌کنند. بذارید از بحث اعدام و از دلخوری از آرش اصلانی از ما و دلخوری اون از من و اینها بهتون گفتم. یه آقای بود اصلانی، کشتیگی بود، تو دانشگاه پهلوی درس می‌خوند، خیلی قد بلند و بزرگ بود. من همیشه میگفتم کی میشه من مثل این بشم. فکر کنم اون موقع مثلا اون 80 کیلو 90 کیلو بود، الان دیگه من ماشاءالله 100 کیلو شدم، گنده هم شدم. حالا از گنده شدن خودمون خجالت میکشیم، پا درد و زانو درد و راه رفتن و همه چی. آیا میدانستی در زمان قدیم که یخچال نبود خنک‌ترین آب قنات در تهران قناتی بود که بعدها زندان قصد در آن ساخته و بنا شد. بعد از آن هر کس به زندان میافتاد میگفتن رفته آب خنک بخوره و این اصطلاح بعدها شامل همه زندانی ها شد که به زندان میافتاده. قدیمی ها که تهران با ماشین دودی میرفتن زیارت شاه عبدالعظیم، پول رفت و برگشت ماشین رو باید اول میدادن. برای همین اهالی شهر ری که مطمئن بودن این کسان، این مهمونایی که آمدن، چون بلیت برگشت رو هم دادن حتما بر میگردن و نخواهند موند، الکی تعارف میکردن که تو رو خدا شب رو پیش ما باشین. از اون زمان تعارف شاه عبدالعظیمی ضرب المثل شد. جامهای شراب در قدیم، اینا رو قبلا هم گفتم ولی همیشه گفتم تو تلویزیون، بعضی چیزا اگه تکراریه دو تا دلیل داره: یکی به شما یادآوری میکنه، یکی تا امروز بیننده ما نبودن حالا به ما پیوستن، برای اونها جدیده. یعنی ما یه بهانه‌ای داریم که بخونیم. جامهای شراب در قدیم دارای 7 خط بودند و هر کس بنا بر ظرفیتش تا 1 خط خاص میتوانست شراب بنوشد. این خطها عبارت بودند از
والا نمیدونم این نوشته مزور یا مزور. فرودینه، عشق، ازرق، بصره، بغداد، جور یا جور، هر کس شرابخوار قهاری بود و می توانست تا خط هفتم شراب بخورد به هفت خط معروف می شد. این میگن ساقی که میگشته وقتی میریخته مثلا میدونسته که مثلا این آرش که خوراک داره میپزه میتونه مثلا تا خط هفتم شراب بخوره، چون معده‌اش پره شراب مستش نمیکنه. بعد میرسیده به سربی میگفته نه آقا این همون خط اول، این هفت خط نه، این یه خطم زیادی مست لتلو میره، به این زیاد مشروب نده. هر کس شراب خوار قهاری بود و میتوانست تا خط هفتم شراب بخورد به هفت خط معروف میشد. بعضی مواقع شخصی برای خودنمایی تقاضای پر کردن جام تا خط هفتم میکرد ولی نمیتوانست همه شراب را بنوشد. در اینجا دوستانش برای حفظ آبروی او تا خط جور شراب او را سر میکشیدند و اصطلاح جور کسی را کشیدن از اینجا ضرب المثل گردید. خیلی جالبه، پس دو تا ضرب المثل آمد، یکی این هفت خط بودن، یکی جور کسی را دیدن. اصطلاح بوق سگ چیست؟ این که گفته می شد از صبح تا بوق سگ سر کارم یعنی چی؟ در قدیم بازارها دارای چهار مدخل بودند که شبانگاهان آنان را با درهای بزرگ می بستند. تمامی دکانها نیز به همین طریق قفل می شدند. از آنجا که همیشه احتمال خطر می رفت، نگهبانانی نیز شب در بازار پاسبانی می دادن. به دلیل اینکه نمی توانستن تمامی بازار را کنترل کنند، سگهای وحشی به همراه داشتند که به جز خودشان به هیچ کس دیگری رحم نمی کردن. پاسبانان شب در ساعت معینی از شب در بوق بزرگی که از شاخ قوچ بود، اینو دوستان کلیمی هم دارن که توش بوق می زنن، اینها با فاصله زمان معینی می دمیدن، بدین معنا که عنقریب سگها را در بازار رها خواهیم کرد. دکانداران نیز سریع محل کسب خود را ترک کرده و به مشتریان خود می گفتند دیر وقت است و بوق سگ را نواختند. از آن زمان بوق سگ اصطلاح دیر بودن معنا گرفته. حالا این یکی جالبه، این یکی جالبه که بله شیعه های چهار امامی هستند. ممنونم خانم دکتر بیه جیلانی. میگه این بعضیا میگن حوثی، بعضیا میگن حوثی، حالا هرچ، میگن که اینها شیعه های چهار امامی هستن. در صورت ما دوازده امامی ها چه گلی بر سر خودمون زده ایم که حالا دیگه اونا با چهار تا چه کار کرده بودن. ماست بله، میگن که به مختار السلطنه گفتن که ماست در تهران خیلی گران شده است، فرمان داد تا ارزان کنه. پس از چندی ناشناسی به یکی از دکانهایش، ناشناس خودش به یکی از دکانهای شهر سر زد و ماست خواست. ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید چه جور ماستی میخوایی؟ ماست خوب یا ماست مختارالسلطنه؟ مختارالسلطنه شگفت زده از این دو گونه ماست پرسید که اون چیه اون چیه. ماست فروش بهش گفت ماست خوب همان است که از شیر میگیرند و بدون آب است و با بهای دلخواه میفروشیم. ماست مختارالسلطنه همین تغار یا تغار دوغ است که در جلوی دکان میبینی که یک سوم آن ماست و دو سوم دیگر آن آب است و به بهایی که مختارالسلطنه گفته میفروشیم. تو از کدام یک میخوایی؟ نوشته مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی دکانش وارونه از درختی آویزان کرده و بند تومانش را دور کمر سفت بستن. سپس تغار دوغ را از بالا در لنگه های تومانش بریزن و آنقدر آویزان نگهش دارن تا همه آبهایی که به ماست افزوده از تومان بیرون بچکن. حتما تو برنامه من شنیدید که گفتم نه اتاق اصناف شاه کار کرد تو ایران، نه شلاق های این آخونده که گران فروش رو شلاق می زدن. دلیلش هم بهتون میگم. من خودم یادمه یه زمانی اتاق اصناف وقتی شروع شد میگم آقا این شامپوی داروی داروگر رو باید همه بدن دو تومن. ببینید دوستان، شاهی که از کشور کمونیستی فرار میکرد و بعدش میومد، شاه و حکومتش میومدن به مردم میگفتن شما باید این نرخو داشته باشید. نرخ معین کجاست؟ معمولا تو آمریکا یه جایی این ور خیابون نوشته یه همبرگر بخر 2 دلار،
یکی هم بهت مجانی میدیم، یعنی میشه دونه یه دلار، اون ورزده همبرگر ده دلار. شما هستی که مختاری آزادی از این بخری دونه یه دلار یا از اون بخری ده دلار. اون کسی که تو خیابون زند، داریوش، خیابون ملا صدرا، خیابون تپه تلویزیون، خاکشناسی، یه سوپرمارکت زده بود، اون آقای کی بود؟ ارمنی هم بود. به اون زیبایی، این همه نور، این همه اجاره، این همه کارمند، اون باید شامپو رو بخره 18,000 بفروشه 2 تومن. یه کسی هم که دم خیابون بریجستون، من بودم اونجا زندگی کردم، کارمند بریجستون بود، عصرا این اتاقی که کرده بودن گاراژ، چون ماشین برای گاراژ ساخته بودن، چون ماشین نداشت، این اتاقو درشو باز میکرد، یه میزی میآورد میزش، 4 تا تیر، 4 تا شامپو، 4 تا فلان میزش، اونم اینو بده 2 تومن. خب معلومه که اون آقا گرون فروش میشه. به این بگو آقا تو هر چی دلت خواست بفروش، اونم هر چی دلش خواست بفروشه. فری انترپرایز. این بود عزیز دلم، آقایی که میشینی 55 دقیقه خوزستانی هستی دنیا رو صحبت میکنی که ترکیه باید این کارو بکنه، هلند این کارو بکنه، روسیه این کارو بکنه، سوریه این کارو بکنه، این کارو بکنه، شما هنوز یاد نگرفتی. بعد آخر کار میگی شاه نابغه بود. میگم آقا شاه یه پسر عقب افتاده بود، دیپلم نتونست بگیره، به گواهی دکتر ناصر انقطاط چقدر خوب شد دیگه، ما تکلیفمون معلوم شد، یک نواری داریم از آقای دکتر ناصر انقطاع، چون آقای تیمسار آریانپور، آقای سرهنگ عقیلی پور، سوربی هر چی گفت با مدرک، با مدرک آوردی، با سند، با مدرک نشون دادیم. شاه اللهی ها میگفتن نه آقا اینا بخیلن، اینا دشمنن، اینا 1157 هستن. میگم آقا دانشگاه ها، مدارس الان 100 ساله که این سالیانه اسم بچه ها رو مینویسن دیگه. این مدرسه های کوفتی ایران رسم شده بود، اسامی رو مینوشت، کیا قبول شدن امسال، کیا تجدید شدن، کیا مردود شدن. اون وقت شما میگی شاه دیپلم گرفت، بعدم رفت افسر نظام مدرسه، رفت دانشکده نظام. در صورت اینا دوست عزیز، اینا رو ما باید قایم کنیم. این آقای مختار السلطنه بوده که بی اختیار بوده، و الا مردک تو اگر همچین چیزی میبینیم بگو من یک ماه به مردم ماس مجانی میدم، اون وقت ببین اون ماس فروش های گرون چه وضعش به سرشون میاد. و الا آمدی یه نفر آویزون کردی، چه تفاوتی کرد؟ فردا دکون اینه بستی، تا امروز یک کاری انجام میده، فردا میری یک کار غیرقانونی انجام میده. نادانی، نادانی، نادانی. و اما ارسطو، چه اسم قشنگی، ارسطو خوش اصال یا خوش حاصل اینجا. خیلی ممنون، بهتون خوش آمد میگم. سعی کنید برنامه های منو با دیگران هم شیر کنید، به 2 دلیل. اگر فکر میکنید چیزایی که من میگم حرفای دل شماست، به دوستاتون بگید ببینید بابا سوربی هم همینو میگه. اگر دیدید من چیزایی که میگم مخالفم، بگید ببینید اینم یه احمق دیگه ای که من چیزایی که میگم درسته، این سوربی و دیگران بد میگن. بذارید ببینیم این که نوار بود شماره به اصطلاح از آلمان زنگ زده چی میگه این دوستمون، بشنویم با هم. جناب آقای سوربی، شما قرار بود به من زنگ بزنید که نزدید. من در اسکایپ منتظر زنگ شما هست. آقا من کی قرار بود آقای واحدی به شما زنگ بزنم؟ چرا دروغ میگی دوست عزیز؟ دوستان من نوشته این آقای واحدی رو به شما نشون میدم. خدایا منو تو چقدر دوست داری؟ حالا جالب اینه که من به خدا باور ندارم. دوستان نگاه کنید قشنگ این نوشته رو به شما نشون میدم و ببینید حالا این آقای مهران واحدی، ایشون ادعای این داره که ما آدمای با فرهنگی هستیم، این آقای واحدی که بعضی وقتا مینویسه ان واحدی، نوشته با مهر، ببخشید من گفتم مهران، با مهر نه واحدی. دوستان برنامه من کی شروع شد؟ ساعت 2 بعد از ظهر. کی توی برنامه من خوندم؟ ساعت نگاه کنید 2:18، 1 ساعت قبل. ببینید این آقا چی گفته. جناب آقای سوربی با پوزش، میل شما را دیر گرفتم، اسم من در اسکایپ ان واحدی است،
منتظر زنگ شما هستم. آقا اینجا که خونه خاله نیست که، اینجا که طویله نیست که، من با شما قرار گذاشتم، از دوشنبه تا الان منتظرتم، شما دیر آمدی، اصلا من با شما مصاحبه نمی کنم. برو آقا دنبال کارت، برو تو همون تلویزیون های شاه اللهی یه مش عقب افتاده با هم دیگه مصاحبه کنید، برای هم به به و چهچه بگید. آقای چمنارا، این همون آقای دکتر نه واحدیه که به شما میگم، میگم آقا خود تأثیر اینا نکن. ببینید آقا، دروغ از این بزرگتر، دو تا دروغ ایشون یکی پس از دیگری. جناب آقای سربی با پوزش، میل شما را دیر گرفتم، اسم من در اسکایپ ان واحدی، منتظر زنگ شما هستم. خب باش، ببخشید باش تا الف زیر پات سبز بشه، به من چه که منتظرم؟ حالا میام اینجا من براتون پیامش رو پخش میکنم. همین آقایی که از آلمان زنگ زد، من با کامپیوتر جواب دادم، اشتباهی با این به جای این با کامپیوتر جواب دادم، صداشون نیومد، گفتم پیام بذارید ببینید چه پیامی گذاشته. خب شما با یک همچین آدمی، با یک همچین جناب آقای سربی، شما قرار بود به من زنگ بزنید که نزدید، من در اسکایپ منتظر است. باش آقا، باش همونجور تو وایس تا الف زیر پاد بسر بشه. سربی فکر کنم به منم قرار بود زنگ بزنی از خواب بیدارم کنی، شما بودی. این سعید خیلی قشنگ تیکای به موقع میپرونه. اصلا ما ملت عجیبی هستیم، بدونی که متوجه بشیم دروغ میگی. آقا شما قرار بود بیاید. آقا من که قرار بود، بابا شوخی کردم. غلط کردی، شوخی کردی. تو قرار بوده با من تماس بگیری، قرار بذاریم امروز ساعت 3 بعد از ظهر مصاحبه داشته باشی، شما نیومدی. حالا خودت میگی من عذر میخوام، من ایمیل شما رو جواب ندادم، حالا اینجا نشستم. مگه من اینجا نشستم نوکر بابات که هر وقت تو اینجا نشستی برات آب خنک بیارم؟ حالا اینو شما مقایسه کنید با آقای آریانپور. من آقای آریانپور وقتی اون نامه رو نوشته که معنی چارت به انگلیسی میشه نمودار، اون چیزی که من یادم رفته بود، همین امروز هم اگه ایشون نگفته بود باز نمیتونستم کلمه نمودار رو بیارم جلوش، یعنی در مقابل این مترادف این معنی قرار بدم. از ایشون تشکر کردم، براشون نوشتم. ضمناً من چون بارها تو برنامه گفتم که خوشحال میشم آقای آریانپور اگر میتونن رانندگی کنن تشریف بیارن اینجا، اگه نمیتونن با اسکایپ یا با تلفن. ایشون هم نوشته که بله من هنوز رانندگی میکنم، شبها مشکل رانندگی نمیکنم، که والله منم شبها برام رانندگی مشکل. و دوشنبه دوستان آقای تیمسار آریانپور ساعت 2 بعد از ظهر اینجاست و من مطمئنم برنامه خوبیه، چون مطمئنم از امروز ایشون نشسته این برنامه رو تدوین کنه، بنویسه، ویراستاری کنه، هر چیزی که اسم میذاری همینجوری. نه آقا من میام، میگم آقا موضوعایی که میخوای صحبت کنی آماده کن که آماده باشی. میگه آقا من برای شما 8 ساعت حرف میزنم. میگم بله آقای آرامپور، نمیگم اما بعضی از این دوستان، بله شما میتونی 8 ساعت زر بزنی، ولی حرف زدن باید روی کاغذی نوشته باشی، روی کامپیوتری سیوش کرده باشی، با یه برنامه فلش چیزی بیاریش، که متاسفانه ما ایرانیان اینجا هم کم آوردیم. در صورت آقای ان واحدی، آقا اگر من با شما قرار گذاشتم و سر قرار نیومدم، یه بارم شما قرار گذاشتی نیومدی، الان ایونت شدیم، مساوی شدیم، بی حساب شدیم، برو آقا به سلامت. شما همون بنویس با مهر نه واحدی، که منم نفهمم این نصرت، این نادره، این نرگس، نه واحدی یعنی چی؟ بنویس اسمت چیه؟ در هر صورت اینم از آقای واحدی معلوم شد، حالا که حرف زدن ایشون آقای واحدی است. خب دوستان عزیز، ساعت 3:32 است. واشنگتن پست رو براتون گفتم، برنامه روز دوشنبه و آقای آریانپور رو گفتم، وزیر خارجه عربستان رو گفتم، کشف 2 سر بریده رو براتون گفتم، این انسان هرگز آدم نمیشه رو گفتم، یا این جانور هرگز انسان نمیشه، یا این جانور هرگز آدم نمیشه، از دوستمون از خلیج فارس که برنامه های عقل بشر رو روزای دوشنبه اجرا میکنن براتون خوندم، و معنی چارت یا نمودار رو گفتم، و چند تا جوک که جوک نبود، ضربان مسئله بود که ممکن بود تا امروز ندونیم، حالا یه عکس زیبا هم بهتون نشون میدم که این رو هم آقای سهیلی فرستادن، آقای مسعود میرزای خودمون از کانادای بسیار زیبا، و نوشتن که
Pretty house، بله یعنی یک خانه زیبا. منم برای ایشون نوشتم که این منزل خود شماست. مهندسی های اینجوری خونه های کانتمپراری میگن، معمولا یونیک هستن. بعد اینها بعضی هاشون میبینی از لحاظ سرما و گرما خیلی سیستم خوبیه، راندمان خوبیه. بعضی هاشون میبینی به دلیلی که خواستن قشنگ باشه، وضع سرما و گرما و پول و اینها یا حتی مقدار جا، مقدار فضا و اینها رو خیلی هاشو از دست میدن. در صورت بعضی چیزا زیبا هست از بیرون، ولی اونایی که داخلی زندگی میکنن امکانات و راحتی خونه های معمولی رو ندارن. و اما پتیک عزیز یه پیامی گذاشته، با هم این رو بشنویم. بفرمایید آقای پتیک، که اون روز درست گفتم، گفتم اینجا پتیک یعنی کوچولو. خب شاید حالا اون پتریک یا توضیحش که ایشون میده به اصطلاح این رو برای کاکو جان. سلام، پتیک هستم، دوباره تکرار میکنم پتیک، چون در زبان فارسی این حروف وجود نداره. خواستم تلفنی خدمتتون عرض کنم که بدونین چه اختلافات فاحشی هست بین زبان ها به عنوان مثال اگر در آلمانی زیرو سه میگن، اون فقط یک حرفشون رو دارن. ما متاسفانه یا خوشبختانه 6-7 از اینا رو داریم. اگه خواستین میتونم همش رو براتون شخصا هر موقع خواستین ردیف کنم و بگم. موفق باشید، خدا نگهدار. حالا پتیک جان، من درست شنیدم؟ چون توی یکی از نوشتهاتم به جای پ نوشته بودی ب، یعنی بدیک. الان اینجا میگی بدیک، و این مثل همون عربا هست که پ ندارن، میدونی اونا به پپسی میگن بیپسی، بعد به پارک کردن میگن بارک کردن. البته یادتون باشه ما 32 تا حرف داریم الفبا، عربا 4 تا کم دارن، ارمنی ها مثل که 8 تا اضافه دارن. اینو یه وقت خود پتیک حوصله داشته باشه تو 4-5 دقیقه توضیح بده. و اینم باز برمیگرده به همین که الان مثلا ما 3 تا ز داریم، نه سات سات تازا ریزه دارزال هم داریم، نمیدونم چند تا داریم، ت چند تا داریم، و اینا بعضی وقتا اشکال پیش میاره دیگه. حالا یاد گرفتیم ما، ولی برای اونایی که میخوان زبان یاد بگیرن خیلی مشکله. ایران انرژی مینیستر آن ترزده اینگوریده ده پراجیکت تو بیلد ا میدل ایست لارجست سولار پلانت این ده کانتری. یکی دیگه از بدبختی های ما آدم های عقب افتاده اینه که هر وقت میخوایم یه چیزی درست کنیم حتما میخوایم سعی کنیم، تلاش کنیم از دیگران بزرگتر، از دیگران بلندتر، از دیگران قویتر. بابا اون چیزی که در توانته بساز. میدونید مثلا این آقای شیخ محمد خودشو کشت، حتی اشتباه نکنم یه سکته ای هم کرد مال دبی که یه ساختمانی بسازه که از ساختمان آمریکا بلندتر، حالا دیگه نمیدونم ساخت یا نه. حالا ایران هم این عکسی رو که دوستمون فرستاده از این پنلای مال برق و مال الکتریسیته است که بهشون میگن سولار سیستم. سولار خیلی بحث در موردش هست، هم در تاییدش هم در ردش. بعضی ها میگن مخارجی که شما مثلا 30,000 دلار میدی تا روی خونت چند تا از اینا رو بذارن، بعد پول برقت 20%، 10% کم بشه، برگشت نمیکنه. و میگن اینا خیلی هاش تبلیغایی که میکنن دروغه و اینجوری که باید و شاید نیست. میدونید من بارها گفتم حتی راجع به این تغییر زمان، یه ساعت میکشن جلو یه ساعت میکشن عقب، از اونجای شروع شد که ما میخوایم طول روز رو زیاد کنیم. بعد گفتم خب حالا طول روز رو زیاد میکنیم، اونی که برمیگرده میاد خونش نمیدونم شب زودتر رسیده با چراغ. در هر صورت گفتن اصلا ضرر هم داشته که نداشت، سود نداشته. این میگه که به اصطلاح این سولار سیستم یا این صفحه های نوری رو زیاد توی کشوری مثل ایران فکر کنم فکر خوبی باشه، ولی من توی این قسمت ها اصلا نه تحقیق کردم نه مطالعه کردم نه بلدم. میدونم یه جایی مثل فلوریدا، یه جایی مثل کالیفرنیا، یه جایی مثل تگزاس، آریزونا، حتی شرکت های هستن که به شما میان این چیزها رو به اصطلاح مجانی میدن این صفحه ها رو،
چون بعدن از پول برق و این چیزا کیپی میشه، چون دولت به اینها سابسید چی میگن یارانه میده. در صورت خبر ندارم و این خبری بود که یکی از دوستان فرستاده بود، حالا بعدن احتمالاً دنیا میکنه دنبال میکنیم. ایران استارت بیلدینگ مید ایست لارجست، میگه ایران بزرگترین سولار سیستم، سولار همین اصلا سول سولار اینا آفتابو میگن، یه آبجویی هم هست به نام سول، عکس خورشید روش. و اما آینده سوربی و تلویزیون مردم رو این دوست ما از خلیج فارس توی این فیلم دیده، برای ما فرستاده. حالا با هم یکی دو دقیقه این فیلم رو با هم ببینیم و من براش گفتم قربان آینده سوربی چیه، این همین الان هست، اینی که اون دوست کلیمی زنگ میزنه میگه ما میخوایم فان ریزینگ کنیم، ما 6000 تا سازمان داریم ولی توی سوربی و تلویزیون مردم بیا برای من مجانی، اینی که آقای جمالی از آتلانتا زنگ میزنه میگه من میخوام فرخزادی که مرده، پوران فرخزادی که مرده، فروغ فرخزادی که مرده، بزرگ داشتشو بگیرم، ولی سوربی توی که زنده هستی بیا از جیب خودت خرجی ما رو بده. خب این همین الان این حکایت منه. ببینید سوربی البته اینجا یکم سیاه شده چون تو آفتاب داره میاد، داره از این فروشگاه میاد بیرون، با هم ببینیم ملت ما چه بلایی سر این میاره. بله میگه هیچ چیزی غیر ممکن نیست. البته میدونید دیگه، حالا اینا بالاخره اگه بسکتبال پلیر هم هست و اگه هیکل درشتی داره و اینها، تعامل 4 نفر 5 نفر 10 نفر، ولی این همه آدم اینا رو فن فیلمبرداری این روزا قدرت کامپیوتر ویدیو افکت های مختلف این کار رو انجام میده. ولی واقعا این داستان سوربیه، اولی میاد آقای دکتر محیط برنامه مجانی، دومی میاد آقای حسیبی، سومی میاد اونی هم که پشت بونه میخواد بپره، اونی هم که اونوره میخواد بپره و الی آخر. بذارید ببینیم آقای نوری چی میگه. در اروپا سولار سیستم تو 2 تا 3 سال پیشگوها کرده بود ولی حالا دیگه خیلی افت کرده. بله اینا وقتی اولی که میان میگن که مثلا ما آزمایش کردیم این پول شما تو 10 سال بر میگرده، ولی بعد شما هستی که تو 10 سال که میری میبینی نه آقا 10 سال دوبار باتریش خراب شده. آره میدونم تو یونانم من زیاد دیدم از این سولار سیستما، مخصوصا رو سر هتلا و جاهای عمومی و اینا زیاد بود و فکر کنم اونجا هم دولت یا اون اداره برق به اینا یک سوبسید یا یارانه میداد. در صورت ممنونم. این آقا آقای یوسف مشائی است، الان پیر شده. خواننده دیگری به نام یوسف هادی هم بود که سالهاست درگذشته. یک مسئله مرا به اندیشه واداشته. زمانی که ایران بحرین را مطالبه میکرد و اوضاع سیاسی بحرانی بود، این بحرین، حالا اینجا کم مدود بخونم بحرانی، بحرانی بود، وجود ایرانی بیشتر نمایان بود. بعد از تأسیس روابط یواش یواش بساط ایرانی جمع شد. باشگاهی که فردوسی نام داشت به منامه تغییر نام داد و ایرانیان از میهن خود فاصله گرفتند. بعد از انقلاب که دشمنی تأسیس و تا حال ادامه یافته، فردا چی میشه؟ در اصل ایشون یه خواننده به اصطلاح ایرانی یا عصر رو فرستاده ولی اینجا عربی میخونه و اودم میزنه. من یکم بهتون نشون میدم چون چیزی که ما
متوجه نمیشین. جالب اینه که یه جورایی هم قیافش مثل دکتر نوریزاده. دکتر نوریزاده میدونید یه عکسی گرفته بود با این دشتاشه و نمیدونم استاد یوسف مشایی. مشایی میدونید یکی از مشاورای آقای احمدی نژاد بود. و اما میگه دو عکس و دو وضع، در این دو عکس دو منظر از وضع زن را نشان میدهد. در کشوری که زنان حجاب میپوشند، وضعشان مانع از تجاوز مردان نمیشود. در کشوری که زنان بی حجاب هستند، کسی بهشون کاری نداره. نتیجه گیری عیب و کمبود در حجاب و بی حجابی نیست، بلکه عیب در مغز بیمار مردم و گره خوردنش در فرهنگ عمومی است. این دو عکس رو این دوستمون یا هر کسی که درست کرده کنار هم گذاشته که کار خوبی هم هست دیگه. دوتاشو با هم مقایسه میکنیم و میبینید که اینجا که با حجابه بازم این بچه ها و اینها دارن اذیت آزار میکنن به این دختر، ولی این خانم تک و تنها دامنی که انقدر کوتاه هست و انقدر چاک داره و فلان اینا، یه بار دیگه بهتون نشون میدم هیچ کسی کاری بهش نداره. خب دوستان عزیز، ما هم کم کم به آخر برنامه میرسیم، یعنی حدود 45 دقیقه، یعنی ربع ساعت دیگه میشه 2 ساعت. میگه که هرگز نمیتوانن نفهمی خود را تصور کنن. یک نمونه از عقل بشر که تصور دانشمند بودن میکنن. من بهتون گفتم این دوستی که از منطقه خلیج فارس برای ما این چیزها رو میفرستن همون کسی هستن که برنامه های دوشنبه رو به صورت آدیو ارسال میکنن. و دوستان ببینید، یادم میاد که یه دفعه یه خبرنگار ایرانی رو مسخره میکردن که انگلیسی بلد نیست. حالا من نمیدونم این واقعا خبرنگاره داره با این دوتا جوان صحبت میکنه یا اینکه خودشون دو سه تا دوست هستن، اون یکی داره، چون میدونی این روزا هر کسی با تلفنش فیلم برداری میکنه و هر کسی شده یک رسانه. بشنوید و ببینید. و اینه، میگه طرف نمیفهمه که نمیدونه، یا نمیدونه که نمیدونه، یا فکر میکنه که خیلی میدونه. این دوتاش مشکله. Can you speak English? Yes, I can speak English. Can you speak? You speak English. Really? Okay, speak. Okay, speak. My name is Khalid. Yes. My from Saudi Arabia, Tubal Ahmed. Wallah. MashaAllah, you can speak English very nice. Wallah, kulli zayn, MashaAllah. كيف أنت عارف إنجليزي؟ أنا أبو أنا علم. السكول. سكول. Okay, speak English. زيادة. How are you? I'm good. بس دیگه این همون که من میکنم. حتی اون دفعه گفتم که من دو بار توی برنامه آقای مهدی تبریزی دیدم که ایشون متاسفانه تو برنامه ها انگلیسی صحبت میکنه و وقتی نگاه میکنی میبینی یه نفر خارجی. ما ایرانی ها میدونید به اینایی که اینجا هستن میگیم خارجی. تازه اون طرف هم آمریکایی نبود، همه ایرانی هستن. حالا شما چرا انگلیسی صحبت میکنی نمیدونم. آقای سبا تبار دیدم وقتی برنامه رو شروع میکنه میگه Welcome to سبا شو، بعد یه دفعه کم میاره میره تو ایرانی. آقا برنامه ایرانیه، بینندای شما ایرانی هست. بله یه جمله یه خانمی بود، البته بعد مجاهد از آب در آمد، برنامه رو که اجرا میکرد شیرازی هم بود، خانم غفاری اگه اشتباه نکنم، ما برنامهش پخش میکردیم. برنامه رو که اجرا میکرد ربع ساعت آخرش انگلیسی میخوند و کار بسیار خوبی بود به دو دلیل. یکی که بتونه بیننده و شنونده ایرانی رو هم انگلیسی رو هم جذب کنه، یکی اینکه انگلیسی خودش پیشرفت کنه. و واقعا هم انگلیسیش خوب میشد. شما میدیدی که هر دفعه که داره میخونه، الان این آقا رو ببینید speak English، میگه حالا میخواد دیگه مثل ما ایرانی ها نگه speak English، میگه speak English. بابا دیگه speak هم نیست، حالا نه اس ما نه speak شما. در هر صورت اینم چیزی بود که این دوستمون فرستاده بود. بله مشکل ما اینه که نمیدونیم، چقدر نمیدونیم. امروز من با آقای یزدان خدا بندلو باز گفتم عزیز من این راه که شما میروی به چی میگفتن، به گورستان، به تاکستان نیست. اون چیه اصلش جملش؟
بعد میگه چه کار باید بکنیم؟ میگم آقا من 10 بار تا حالا گفتم شما صفحه خصوصی خودت رو مثل خونه خودته، دیوار بساز، درش پشتش 50، ولی یه جایی که عمومی درست میکنی اسمش میذاری گروپ، اون گروپ شما با دیگران نباید فرقی بکنی. شما نمیتونی یا نباید، میتونی که میتونی، و این به نظر من حماقت فیسبوک بوده که اونجا شما بیای نوشته خودتو بذاری on the top. بله حالا یه وقتی یک پابلیک انانسمنتیه میخواین این on the top باشه که هر کی میاد اول اینو ببینه، که اونم به نظر من شما هر یه روزی یه بار بیارش بالا، ولی شما بی احترامی میکنی به اونایی که میان پست میذارن، پست اونا رو میکنی پایین، و بیننده هات هم میان میبینن این همونه که دیروز بوده، همینه که پریروز بوده، همینه که پس پریروز بوده، در حالی که اونی که امروز گذاشته رفته اون پایین. متوجه نمیشی؟ نش. بازم یکی دیگه هم آقای یزدان خداوند رو هم این همه سال درس خونده، کتاب خونده، عکسی که انداخته یک دیوار خونش اصلا مثل کتاب خونه است، ولی چه فایده ای؟ عذر میخوام اینو میگم، در مسئله مناقشه نیست آقای یزدان خداوند رو. میدونید که میگن این کتابا مثل اینی که باره یه اولاق کرده باشین کتاب به جای هندونه و کتاب، چه فرق میکنه؟ بله، چند نکته برنامه دیروز ببینیم که این دوستمون از خلیج فارس چی گفته، و من یه نوشته هم از آقای دکتر نصر احمدی دارم که باید اونم براتون بخونم. ایشون نوشته: جناب سلام، درباره برنامه دوشنبه 31 جولای تغییر نام یک شخص و یا یک شهر و یک کشور چیزی تغییر نمیده. کسی که این طرح را پیشنهاد کرده از زندگی عملی و حقیقت انسان بیخبر است. به اضافه قطع کردن گذشته بر فرض که در اثر این تغییر نام انجام بشه، مگر چی میشه؟ چقدر این انسان باید فریب بخورد و نفهمی خود را درک نکنه. در اینجا هر سال 1 و یا 2 کودک کودکستانی در مینیبوس در گرما میمیرند، زیرا راننده فراموش میکند هنگام رسیدن به مدرسه قبل از قفل کردن ماشین آن را بازرسی کند. کودکان که ممکن است خواب باشند و یا در حال بازی زیر صندلی ها قائم شدند، ساعت ها گریه و زاری می کنند. کسی نیست هنگام غیبتشم در کودکستان و حتی مدرسه به خانواده تماس گرفته و یا به بازدید اتوبوس برود. کودکی هم در وسط خیابان از مینیبوس پیاده شد و زیر ماشین رفت. باید انسان هر چیزی را یاد بگیرد. این موجود با دانش به دنیا نمی آید. اعدام این گناهکاران مشکل اجتماع را که نفهمی عمومی است حل نمی کند. انسان هنوز قدرت خیش و علت آمدن و رفتنش را نفهمیده. هیچ یک از این دینها و مرامها و قانون اساسی ها این موضوع را به بحث و مبادله نگذاشتند و در موردش بحث نکردند. گفتار عقل را برای خودم میکنم. نمیخواهم از این دنیا رفته و برای نیکی مردم کاری نکرده باشم. الان 6 ماه از تاریخ نامه‌ام به آقای رضا قطبی میگذرد. بسیار افسوس میخورم اگر ایشان دعوتم را قبول نکرده و آنچه را میدانند به صداقت و راستی یا با صداقت و راستی برای فایده هممیهنان و عموم انسانیت بیان نکنند. حال شما طرز اندیشه و روش من و افرادی مثل ایشان و آقای جمشید آموزگار را مقایسه و خود حکم کنید. این قسمت برای پخش نیست، قسمت پایینش برای منه که بعدا میخونم بهشون پاسخ میدم. ممنونم از این دوستمون. بارها من از ایشون تشکر کردم که به عنوان یک تهیه کننده، چون ما هنوز تو ایرانی حتی کارگردان، تهیه کننده، مجری برنامه، گزارشگر، ژورنالیست، ریپورتر، اینا تفاوتاشو بلد نیستیم. نمیدونیم کی انکره، کی ریپورتره، کی ژورنالیسته. به همه میگیم مجری برنامه و میگن آقا شما که مجری برنامه هستی خبر نداری که مثلا فلان. نه آقا، مجری برنامه کاغذ میدن دستش میخونه. اگه این کتاب باشه میخونه، اگه کتاب فارسی باشه میخونه، این میشه مجری برنامه. اون ژورنالیسته که میره، بعد تازه ژورنالیستم از تمام خبرهای دنیا خبر نداره. میبینی 2 سال، 1 سال، 3 سال، 1 ماه، 2 ماه میره درباره یک موضوع معین
تحقیق میکنه. اون روز با آقای میبودی گفتم آقای میبودی گاهی این روزنامه های آمریکایی رو بخون که ببینه صبح که برمیداری روزنامه واشنگتن پست و صبح که برمیداری نمیدونم فیرفکس تایم رو نگاه میکنی، میبینی که یه نفر رفته 6 ماه تمام اینایی رو که خواسته ترامپ قایم کنه اون یکی کشیده بیرون، تا بعد امروز ترامپ میاد میگه آه بعد یادم رفته بود، آره پسرم هم اونجا بود، دامادم هم اونجا بود، به جای 2 نفرم 8 نفر اونجا بودن، ما میخواستیم راجع به کودکان روسی صحبت کنیم. بعد میگن آقا خجالت بکش، کدوم کودکان روسی؟ روسی این بالاش نوشته کلینتون راشا انتخابات محرمانه. بعد میگه آره راجع به اون بود. شالاتنه. در صورت ممنون و متشکرم از این دوستمون و منظور من همین بود. تهیه کننده برنامه کسیه که یا با خبرها و با اطلاعات با متریال یا با پول، که اونم یه متریاله. دوستان صحبت از پول شد، دوم ماه آگوسته. اگه ماه به ماه میلادی به تلویزیون مردم کمک میکنید و حمایت میکنید، لطفاً این کار رو انجام بدید. بله پتیک به غیر از این که پیام گذاشته، اینجا نوشته که کاکو جون سلام، برنامه را دیدم، در مورد اسم خودم یک بار هم گفتم، همانطور که می دانید حروف الفبای ارمنی 38 است، یعنی ما 32 تا اینا 6 را اضافه داریم، 38 می باشد، متجاوز از 5 حرف در ارمنی می باشد. چرا 5 تا؟ 33 نیستیم، ما 32 ایم، آمریکایی 26 شما 38 میشین 6 تا، که بعضی از آنها به سختی میتوانند تلفظ کنند، که از 5 حرف اسم من 3 تا این در یک قسمت است، پ ت ک، حال چگونه میخواهید تلفظ کنید خود دانید، اما معنی آن با کسره به تلفظ خودش به معنی سردار یا شوالیه. شوالیه رو آمریکایی‌ها میگن کاولیر. اگه میرین ماشین کرایه میکنید نوشته شوالیت کاولیر، این همون شوالیه است. و کاف آخر به معنای کوچک می باشد، پس اسم من به معنی سردار کوچک است، اما در زبان مذهبی یا انجیلی همان پتروس یا سنت پیتر انگلیسی است. ضمناً اسم من در اکثر کشورها مترادف دارد، پتر روسی، پتروف بلغاری، پتروویچ یوگسلاوی، پیر فرانسه، پدر پدرو اسپانیایی، پیتا آلمانی، پیتر و با تشکر. با تشکر از شما که اینقدر برنامه ها دقت میکنید، تشکر بیشتر این که وقت میذاری، هم مینویسی، وقت میذاری، تماس میگیری و صحبت میکنی، و مثل این آقای دکتر ان واحدی نیستی که ایمیل دیر بفرسه بعدم تازه بگه آقا من منتظر شما بودم، ببخشید من یاد شعبون میمخ انداختید شما، نه شما پتیکا، اون آقای ان واحدی. دوستان اون اول برنامه گفتم که این کاریکاتورها عاجز شدن، از بس ترامپ آدما رو اخراج میکنه، میاره، عوض میکنه، اینا فرصت ندارن حتی براشون کارتون بکشن، کاریکاتور تهیه کنن. و اینجا ببینید نوشته نیوز فلش موچ اوت. موچ همین آخرین سخنگو که نه، آخرین مسئول ارتباطات این حکومت ترامپ بود، و این تلویزیونه، این کارتونیست یا کاریکاتوریست نشسته اینجا داره کاریکاتوره، کاریکاتور میکشه، بعد یه حباب هم درست کرده که از دهن گشاد این موچ یه چیزی بنویسه، بعد اینجا میگه که Nations Cartoonist File Class Action Lawsuit، میگه یک شکایت دست جمعی به دادگاه بردن که به ترامپ میگن که چرا اینا رو زود زود عوض میکنی که حتی ما وقت نمیکنیم یه عکس و یه کاریکاتور رو تموم کنیم. بذارید ببینیم که این دوستمون هنگا، این حالا هنگامه از شما نوشتید هنگا، دوست عزیز سلام، امیدوارم خیلی از مرحله پرت نباشم، میخواستم در با نظری در مورد هیپنوتیزم و سوالی که چند روز پیش در این مورد پرسیده بودید جواب بدم. ممنونم. نه اصلا مرحله پرت نیستید، لطف کنید بنویسید، یا اگر لطف بیشتری بکنید تلفن بزنید، پیام بذارید، پیامتون رو روز جمعه پخش میکنم. الان دیگه 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم و من الان نوشته شما رو خوندم، و اگر اسم شما هنگامه هست به نظر من اسمتون رو قشنگ بنویسید، هنگامه محلاتی.
محلاتیای که محلات و اینا یه جایی مال اصفهان بود، کجا بود؟ مال چهارمحل و بعد یه شیرازیام فامیلی محلاتی دارن، اصلا آیت الله محلاتی هم داشتیم. این روزا اگه به یکی بگی با آیت الله ها فامیل هستی، یه جورایی بهشون بر میخوره. در صورت هنگا محلاتی حتما لطف کنید راجع به هیپنوتیزم بنویسید، توی برنامه جمعه میگم. اگر تجربه ای دارید و مایل هستید در این باره صحبت کنید، مهمان من باشید. و چه خوب شد من روز جمعه رو گذاشته بودم برای آقای نه واحدی. دوستان روز جمعه آزاد هست، اگر کسی میخواد مهمون برنامه من باشه میتونه درباره یه موضوعی بگه، من میام چند دقیقه صحبت میکنم. یادتون باشه مهمون میگن حبیب خداست، از طرفی آمریکایی‌ها میگن مهمون مثل نفسه، مثل هوای تازه است، بهش احتیاج داریم، باید بیاد، میبریمش داخل، ولی اگه نره بیرون اکسیژنش میره، میشه گاز کربونیک، خفمون میکنه. پس مهمون وقتی میاد خودش با احترام باید بره. روز و روزگارتون خوش، از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. آهان، خیلی خوشحالم که این نامه آقای نصر احمدی رو بخونم براتون. دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران تقدیم میکنه. ایشون سومین نامه به رضا پهلوی هم نوشته، برای من فرستاده، من برای ایشون نوشتم. آقا شما دیگه چقدر واقعا چیز هستی، ساده لوحی. این بنده خدا آقا رضا تنبل بارها گفته آقا من یه شهروندم، دست از سرم ورداری، تصادفی یه پولی گیر من اومده، خوردم و خوابیدم، حالا خوشم، مرض دارم، از این کنار رودخانه پتومک به این محل زیبا به خونه چند میلیونی بلندشم برم ایران که فردا معلوم نیست میخوان سرم رو ببرن، نمیدونم مثل شاههای مثل کریم خان بذارن توی در ورودی اون آقا محمد خان، یا مثل آقا محمد خان یکی دیگه بیاد بیچارش کنه، یا مثل احمد شاه نمیدونم فراری بشه، یا مثل رضا شاه بکننش بیرون، یا مثل محمد رضا شاه با مرض سرطان در به در بشه. آقای نصر احمدی شما رفتی با رضا پهلوی، اون موقع با من دشمن بودی، نیومدی به سوربی بگی سوربی تویی که دانشگاه سوربن نرفتی، از من دکتر سوربن رفته بیشتر فهمیدی، نگفتی. اشکال شما اینه، اشکال شما اینه که اون وقت سوربیان نیومدن به شما بپیوندن، هیچ کس به شما هم نپیوسته، شما هم میگین ما 200,000 تا. الان ماهاست که رفتید یه صفحه فیسبوک درست کنید به کمک چند تا دوست، ببینید حاصلش چیه، چند نفر هستن. صحبت از فیسبوک شد. دوستان هر آگهی اعلامیه نوشته برخلاف خود من حتی داشته باشید، با 10 دلار میتونید برای بیش از 8800 نفر بفرستید روی مردم تیوی. هزینه داره، تا موقعی که هزینه ندیم معنیش اینه که ما میخوایم حرف مفت بزنیم. حرف مفت دیگه تموم شد، ماجرای حرف مفت و تلگراف پست و تلگراف ایران رو میدونید نه؟ اگه نمیدونید دربارش تحقیق کنید. روز جمعه باز با شما هستیم، برنامه ها ساعت 12 ظهر شروع میشه، ساعت 2 بعد از ظهر من با شما هستم. اگر این دوستون یا دوست دیگه‌ای بخوان صحبت کنه، چشم، با آیت الله محلاتی هم هیچ نسبتی نداره. خب الحمدلله چشمتون روشن. اگر ایشون بخواد مهمون برنامه باشه، ساعت 3 بعد از ظهر با این دوستمون هنگا یا هنگامه محلاتی خواهیم بود. درست میگم هنگامه هستی شما؟ در صورت شیرازی ها به هنگامه میگن هنگامه، حالا نمیدونم هنگام درسته یا هنگام. به یک استاد فارسی گفتن استاد گمان درسته یا گمان، گفت به گمانم، هم گمان درسته هم گمان. بعضی وقتا فارسی اینجوریه و شیرینیش هم به همین خاطره. از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، دوستانتون رو هم تشویق کنید که تلویزیون مردم رو ببینن. اگر با من موافقید به این وسیله شکنجهشون دهید، اگر با من مخالفید اون دوستان رو هم بیارید تا ببینن که بابا یه کسایی هستن که باورشون اینه، با اونا فرق میکنن و دنیا باید مثل گلهای مختلف مختلف باشه، اختلاف داشته باشه تا گلستان باشه، و الا میشه مزرعه گل. شما برید یه جایی یه مزرعه بزرگی ببینید که همش لاله هست، چش درد میگیری دیگه. ولی اگر رنگای مختلف کنار جاده ها میبینید، گلهای وحشی اصلا هم کیف میکنه، دلش فقط بزنه کنار. البته چنار نیست اینجا بزنیم، چنار بزنی کنار ماشینا زدن به. روز روزگارتون خوش، با امید دیدارتون جمعه. مرسی.